و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، علازتین جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. میشک و تردید همه منتظریم که در مورد انتخابات صحبت بکنیم، و نه آمریکا که جهان خیلی شلوغه. اما پیش از اینکه آغاز کنم عرایزم و خدمت شما همیان عزیز، سپاسگزارم از لطف و محبت همه شما خانم آقایونی که روز دوشنبه که من اسامی شما عزیزانی رو که گفتم همچین به دلم زیاد نچسبید، یه بار دیگه اون اسامی دوشنبه رو میگم، کمی با عجله شد. و خیلی تشکر میکنم از همه تون که لطف کردید، همونطور که حضورتون عرض کردم یه سری کامپیوتر و یه سری وسایلی
خراب شده، خب طبیعیه دیگه، فرسوده شده به دلیل اینکه سالها چند ساله دارن این وسایل کار میکنن. و جناب مهندس سیاوش گرامی هم هر بار که یه قطعش خراب میشد هی وصل پینه میکرد و تا اینجا کشید این جریان، منتها دیگه جا نداره حقیقتش، دیگه نمیشه، دستگاه ها فرسوده شده. حتی تنها دوربینی که در تلویزیون هست که جناب وطنخواه میان و به اصطلاح در استودیو با شما عزیزان گفتگو میکنن، چون ما از طریق تو خونه هامون با اسکایپ و با به اصطلاح با لپتاپ اون چیزا به شما وصل میشیم، ولی از اون که توی استودیو تشریف میارن با شما گفتگو کنن، یه دوربین هست اونم خیلی دیگه فرسوده شده، اصلا از عقب از اول این زیادم نو نبوده. به هر حال از همه شما خانم ها آقایونی که در خارج از کشور هستید و میتونید واقعا در توانتون هست هر چی بیشترم بهتر، ولی واقعا هر چی که در توانتون هست خواهش میکنم از حضورتون به مانند روز دوشنبه حتی بیشتر، امروز و روز آدینه فردا پس فردا کمک بکنید. من از همه بچهای میانپرستی که الان صدای من دارید میشنوید، چون یکی دو تا از بچه‌ها گفتن آقای احمدی ما امروز خونه نیستیم و نمیتونیم به اصطلاح دوست داریم مستقیم زنگ بزنیم و همیاری کنیم، ولی جمعه این کارو میکنیم، ولی بچهای دیگه که الان نشستین در آلمان و انگلیس، عرض کنم سوئد، دانمارک، فرانسه، سراسر امریکا، کانادا، به هر حال هر کدوم از شما عزیزانی که دوست دارید، محبت دارید و این برنامه رو دوست دارید و اینکه اجازه میدید منم بیام تو منازلتون، خواهش میکنم از حضورتون زنگ بزنید، از همین الان زنگ بزنید به جناب مهندسی. سری هم گفته بودید که آقای احمدی مثلا ما کارت نداریم، نه هیچ اشکال نداره، زنگ بزنید به جناب مهندس، منتها زیاد وقت رو نگیرید که تلفن ها مشغول بشه. و جناب مهندس سیاوش هم با حوصله توضیح میدن که به چه شکلی میشه، شما لطف محبت بکنید که ما سنگر رو نگه داریم. به این خاطر از همه شما خواهش میکنم در طول این دو ساعت، حدود دو ساعت برنامه، مثل روز دوشنبه لطف کنید و یک همیاری بکنید که واقعا بتونیم این وسایل رو تهیه بکنیم. ضمن این که بچه ها از داخل کشورم اینو باور کنید، از جدی میگم، خدا میدونه، حالا نمیگم یه عده خیلی زیادی، ولی تعدادی از بچه ها، تو دختر خانم ها، آقا پسر ها خیلی تشکر کردن و مدام هم بهم میگن آقای احمدی بگی. خب من نمیتونم یه دونه دونه اسما رو بیام بخونم، چون بعضی از شما هم اسامیتون مثلا خورشید خانوم یا نمیدونم از این نوع آیدیایی که زیبا هم هست برای خودتون انتخاب میکنی، ولی من به طور کلی از طرف همه بچهای ایران هم از شما خانم ها آقایونی که از سراسر دنیا لطف کردید و همیاری کردید روز دوشنبه سپاسگزارم و بازم تشکر میکنم از عزیزانی که امروز و به آدینه کمک خواهند کرد. اجازه بفرمایید من اسامی خانم ها و آقایون عزیزی رو که روز دوشنبه لطف محبت کردن، من یه بار این اسامی رو عرض کنم بخونم. جناب آقای هوشنگ از تورنتو $210، خیلی ازتون سپاسگزارم. در ضمن بگم خیلی از این دوستان یه پیام‌هایی هم در کنار این مبالغی که لطف می‌کنن می‌فرستن برای عرض کنم نوید افکاری یا برای ندا یا برای زندانیان سیاسی یا برای کمک به یک کامپیوتر برای تلویزیون یا به هر حال هر کدوم از این عزیزان مطالبی رو میگن. خیلی ببخشید اگه من اینا رو سانسور میکنم و به طور کلی میگم که برای زندانیان سیاسی، برای کمک به همیاری به تلویزیون و اینکه همه هم میگن پاینده ایران جاوید شاه، زنده و جاوید با سلطنت پهلوی، سلامتی آقای احمدی، سلامتی آقای سیاوش، آقای وطنخواه و غیره و زاله. دیگه ببخشید من اینا رو سانسور میکنم، تا اونجایی که حالا امکان باشه بعضیاشو میگم، چشم پارتی بازی هم نمیکنم، اونایی که کوتاه باشه میگم. به هر حال من یه بار اسامی خانم آقایون رو بگم و کارمون رو عرض کنم آغاز کنیم. آقای هوشنگ از تورنتو لطف محبت کردن $210، بانو شوکت $10، بانو همای ت $20، آقای فرشاد $160، آقای بهروز $26، آقای ایرج رهبر سرباز صفر $55، بانو نادیا سوسنی $20، بانو محبوبه پادگانه $30، بانو پروین لس آنجلس $25، آزاد $30، توتی $20، سعید از آلمان $10، دیوید از ترکیه، آقای دیوید از ترکیه $50، مستر مون $30، بانوی سرباز میهن از سوئد $30،
ایرانی اصیل 30 دلار، سپیده و رویا و ستاره از ایتالیا 30 دلار، عرض کنم اکبر 20 دلار، سریا بانو سریا از آتلانتا 20 دلار، سرکار بانو فاری از مریلند 200 دلار، رعنای نوجوان از ترکیه 100 دلار، آقای هوشنگ 50 دلار، آقای جمشید فیلادلفیا 200 دلار، آرش میهن پرست 200 دلار، بانو مهین بانو از اروپا لطف موبت کردن 1000 دلار که خب خیلی کمک بزرگی بود، بی‌نهایت از اون سپاسگزارم. آقای کامران از آلمان 100 دلار، عرض کنم بانو مهین مین 50 دلار، سرکار بانو مونی و آقا خسروی عزیز ما 80 دلار از تورنتو، سارا و کوروش نوه دو بزرگوارم 20 دلار، بانو پروین انوری هم 100 دلار و آقای جمشید هم از آلمان که نفر آخر لحظه آخر بود 125 دلار. این کل اسامی بود که من وظیفم بود، تو دلم همچین نچسبید، یه بار گفتم اینو بیام بخونم. خیلی هم از همتون ممنونم و منتظر زنگای شما هستیم که امیدوارم امشب هم بتونیم یه مبلغ قابل ملاحظه‌ای جمع بکنیم تا بتونیم یه گوشه ای از این سنگر رو نگه داریم. به هر حال ما هم یه وظیفه‌ای داریم، نمیشه همه وظایف رو به دوش مدیر تلویزیون دیگه. خب ایشون هستن دیگه، خب بله ایشون هستن، ولی خب ما هم باید باشیم. اما صحبت خیلی دارم با شما، در ضمن ببخشید اگه من یه کمی که نمیدونم چهرم خسته هست، حالا تو تلگرام هم تو آقای احمدی خسته بودی فلان، من حقیقتش خیلی کم به یک ساعت نرسید، خوابیدم، خب کارم کردم، ولی حالا سعی میکنم که شما ها متوجه نشین که مثلا من خستم، خودم اقرار کردم که شما متوجه نشین. از کنم حضور شما خانم آقایون عزیزان، بریم یه نگاهی بیاندازیم ببینیم به انتخاب آدم. اولا لعنت به روح پدر و مادر هرچی آلمانیه که یعنی رسماً و علناً تمام رادیو تلویزیون های آلمان، هرچی که فرستندش تو آلمانه، نه مثل یورو نیوز که البته اونم به زبان آلمانی پخش میشه، ولی اون چیزی که مال آلمانه، تمامشون رسماً و علناً، یعنی کسی که زبان اینا رو بلد باشه و فرهنگ اینا رو در اصل، نه فقط زبان و فرهنگ آلمانی رو بلد باشه، میبینه که همشون با هرس دارن میگن که آخ جون ترامپ رفت از کاخ سفید، اینجوری که مشخصه جو بایدن میشه، اگه نشه ما اینقدر تو رسانه‌مون میگیم که بشه. اما اجازه بفرمایید من اول با شما یه صحبتی که در رابطه با همین انتخاباتم هست در کنارش درد دلایی هم با شما بکنم، ضمن اینکه اون برنامه از خدمت و خیانت هم توش هست و ادامه میدیم جریان رو، پوزش میخوام حضورتون عرض کنم که هر چه که میگذره انسانهایی که یک ذره سر سوزن شرف داشته باشن، آها قبل از اینو بگم تا یادم نرفته اول یه حرفی رو بزنم، لعنت خدا بر پدر و مادر هر ایرانی که به حزب دموکرات به جو بایدن رأی داد، اینو بگم که برام قلبه نگیرم، هر کدومتونم ناراحت میشون به جهنم، اصلا میگم مخصوصا میگم که بیشتر بسوزید بیشتر فوش بدید، چه تو کانال تلگرام چه پیش لگم فروش دوز چه هر جا دیگه، هر کس به جو بایدن رای داد شرف نداره. خیلی راحت بهتون میگم ای آقا، بله آقا، همینی که من بهتون میگم، شرف نداشتید و نشون دادید که همه تون ضد پهلوی هستید، مثل حسین چاقوکش. دیدید من الکی به کسی گیر نمیدم، دیدید گفتم کنفدراسیونی حسین چاقوکش، اون که تو طویله میشینه که برام شطوره است، راحت میاد میگه من به جو بایدن رای میدم، به خاطر که آدم مظلومیه. نه، بخاطر که تو پستور ازلی بی شرف، اگه پس نبودی تو اون طویله نمی نشستی، هر کی که شرف داشته باشه میاد تو ایران آریایی، هر کس اینجا نیاد یعنی شرف نداره، خیلی راحت بهتون بگم. خب چون شرف نداری حسین چاقوکش، حسین لاشخور، تن لش، اگه شرف داشتی به حزب دموکرات که عامل بدبختی ملت ایران شد نمیرفتی رای بدی. چرا این کارو میکنی؟ همه شماهایی که میرید به حزب دموکرات رای میدید، به جو بایدن رای میدید، این روانی این، اولا خاک بر سر ایالات متحده امریکا و خاک بر سر ملت امریکا که این بشه رئیس جمهورش، که قیافه این کسافت هم میبینم یاد جیمی کارتر میفته، خاک بر اون سرتون کنه که واقعا لیاقتتون این آدم ابلهیه که به نوش میگه این پسرمه، به پسرش میگه این نومه، میره جورجیا میگه من اومدم مثلا شیراز، میره شیراز بعد میگه مثلا اومدم نیویورک، یا یه بیمار روانی که روزی 500 کیلو داره قرص میخوره همینطوری داره میلرزه، لرزونک داره هم لرزونک، و چپ جهان اینو داره به زور زور چپون داره میکنه به جهان.
همه کارهایی هم که شده تا الان همش تقلب بوده، خیالتون راحت کنم، ولی دمش گرم، این ترام انقدر گردن کلفته که به این راحتی باج به اینا نمیده. و امیدوارم که یه روزی روزگاری تا این، امیدوارم یکی از این جمهوری خواهای حالا ایرانی که زبون ما رو بلدن شرف داشته باشن این تیکه منو ترجمه کنم به اینا، آقای ترام بدن چون دستمون که به اینا نمیرسه، و بهش بگن که بابا ایرانی ها، که من بخش میهن پرستان هم دارم این حرفو بهت میزنم آقای مستر پرزیدنت ترام، محکم سر جاد وایسا، چون اگر تو از کاخ سفید بری بیرون یک ضربه سنگینی به بخش میهن پرستان جهان خورده. من نیومدم برای خودم و کشورم دل بسوزونم، چون ما آش کشک خالمونه، بخوریم پامونه نخوریم پامونه، چه تو بمونی تو کاخ سفید چه نمونی، چه اومد که دموکرات بیاد چه نیاد، اصلا برای من مهم نیست کی میره تو کاخ سفید، برای من مهمه که ما علازات رو ببریم کشورمون، ما ملت ایران رو بکشیم بریم تو خیابونا. یادتون میاد بهتون گفتم قبل از انتخابات کارو تموم کنید ملت؟ آره یادتون میاد؟ آها دو ماه پیش گفتم، کمتر از دو ماه. خب اما آقای ترام محکم جون زن و بچت محکم رو حرفت وایسا، اینا دارن زیر پاتو خالی میکنن. اگر جو بایدن بره تو کاخ سفید مجددا میشه طویله سفید. به شرافت بشری سوگن، همین آمریکایی ها، همین هایی که به هر حال پاس امریکایی دارن به این رای دادن، 4 سال دیگه میفهمن چه غلط زیادی کردن. آمریکا رو انگلیس ها میخوان امپراتوری امریکا رو از بین ببرن، اینا میخوان بشن امپراتور جهان. حالا اینا رو سطیر گفتم چون گفتم یادم نره اینا رو بگم، چون خستم امکان داره یه چیزاری یادم بره. اما حضورتون عرض کنم که خدا رو شکر هر چی که داره میگذره. آهان راستی ببخشیدم برنامه با یه رو تأخیر شد، فعلا کارهای تکنیکیه دیگه، الان شرایط اینه، وضعیت اینه. هر چی که داره میگذره اون خدا بیاموز، اونایی که یه ذره وجدان داره یه سر سوزن، مقصودم لگن فروش دزد و نمیدونم اسمال بزاز و حسین چاهوکش و همین یارو حسین تنلش، این عرق میخورد توی چنایپه ها، توی عرق فروشی های کل پول نمیداد، اینقدر اینو با پس گردنی از توی عرق فروشی انداختن بیرون، خیلی تنلش، این خیلی بی سواده، یه کشیده از من خورده توی دوسلدورف، هنوز صدای نالش میاد. زیا زنده است، زیا آتابای اگه شرف داشته باشه میاد میگه که آره یادش نرفت اون کشیده رو زیر پول. آره پهن زیادی خود راجع به اعلیحضرت، آره شکایت میکنم گفتم برو بکن، من وایستم تو برو بکن. آره خیلی خدا بهت رحم کرد. بعد اگر کسی شرف داشته باشه مخالف شاه هم باشید، هیچ اشکالی نداره، شما میتونید مخالف شاه باشین، چون مخالفت با دشمنی فرق میکنه. مزگردی من مثلا فرض بفرمایید مخالف یه جریان سیاسی، من مخالف حزب مشروطم ولی دشمن حزب مشروطه نیستم، خب چون به هر حال این اسمو داره یدک میکشه، ولی مخالفشونم، میدونم هم 99 هم نداره، 100%شون هم رفتن به ایستادن پشت حزب دموکرات، به خودشون هم رب داره چیزشونه، این به اصطلاح ختمهششونه، اصلا گفتنم خودشون 5-6 ماه پیش قشنگ اینجوری نشوندن که ما با اون طرفیم، به خودشون هم رب داره، ولی دشمنشون نیستم. اما من دشمن جمهوری طلبانم، من دشمن حسن صدقه خورم، دشمنشم. پس من وقتی که با این دشمنم تکلیفم مشخصه دیگه، پس راجبش وقتی حرف میزنم به عنوان یه دشمن دارم حرف میزنم، ولی پرت و پلا نمیگم و بهش تهمت نمیزنم، میدونم صدقه خوره، تهمت نمیزنم، اصلا چرا بهش نمیگم تریاکی، چون تریاکی نیست، تفننی حال میکنه، ولی صدقه خور هست، چون باباش با پول صدقه بزرگش کرده، حسن صدقه خورو. به این ترتیب حضور شما عرض کنم که اونایی که دشمن نیستید و مخالف پهلوی هستید، به ویژه مخالف شخص خدایگان آریامهر بزرگ هستید، اگر صد سوزن وجدان داشته باشید و فقط مخالف و منتقد باشید، بالاخره دیدید که شاهنشاه آریامهر به چه دلیلی کشور رو ترک کرده. اعلی حضرت تمام دنیای چپ ریخ رو سرش، تمام دنیا ریخ رو سرش، نه فقط چپ جهان، کاپیتالیست هم ریختن رو سرش، که حالا ترامپ اومده داره اون گندکاری رو میخواد به زور یکتنه، اون گند رو میخواد چیز کنه، اون 7-8 تا کامیون گندابی که مونده دم در کاخ سفید رو میخواد حالا این رو ببره یه جور کجا بره خالی کنه این پهنا رو، پهنی که جیمی کارتر خورد و هنوز کامیون ها پارک دوره کاخ سفید.
و ببینید چه بلایی دارن سر رئیس جمهور امریکا میارن، نه رئیس جمهور مثلا کشور بورکینافاسو. مثلا ترامپ رئیس جمهور کشور غنا نیست، کشور مثلا نیکاراگوئه نیست، کشور مثلا هر جای دنیا عرب، مثلا عربستان، مثلا رهبر عربستان، پادشاه عربستان، چه میدونم رئیس جمهور نخست وزیر اسرائیل، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، ابرقدرت جهان، در تمام زمینه ها نامبر وان، اقتصادی، سیاسی، تکوم یارو هنرپیشه‌اش از فردا میاد مثلا دستشو میذاره رو دماغش، از فردا همه جوانات اروپا دستشو میذارن رو دماغشون، یه مایکل جکسونش دنیا رو به رقاصی آورد، یه الویسش دنیا رو آورد تو راک، فیلمای وسترنش تو تمام دنیا آورد. ما از چیش بگیم که بگیم این در این زمینه مثلا چرا فوتبالش، فقط فوتبالش مثلا نامبر وان نیست، اونم لابد سیاستشونه که نمیخوان باشه یک اون فوتبال خودشون نامبر وان باشه. به هر حال در المپیکا میرن، در جام های جهانی میرن، در سینمای جهان، موزیک جهان، هنر جهان، هر سال تو جوایز نوبل یه آمریکایی شیمی، فیزیک، نمیدونم جایزه صلح، یه چیزی بهش میچسبونن. ابرقدرت جهان، رئیس جمهور ابرقدرت جهان، یعنی کسی که کل خاورمیانه رو میتونه واسه رژیماشو عوض کنه. عربستان سعودی با اون گردن کلفتیش، با اون ید و بیزش و با اون پول نفتش که خدای تمام کشور عربی است، همین شخصی که دو کاخ سفیده اراده کنه با دو تا بشکن تمام عربستان و تمام وهابیون میریزه تو سطل آشغال. این آدمو ببین چه پوستی دارن ازش میکنن 4 ساله، ببین چه پوستی دنیا ازش کنده، مرده و زنده‌اش آوردن جلو چشاش، عکسایی که ازش میگیرن یا چونش کجه یا نمیدونم موهاش مال خودش نیست، زنش چرا اینقدر جوونه، بچهش نم چرا اینجور، ببین چه بلایی به سرش آوردن. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، کسی که همین الان اراده بکنه میتونه یک سوم جهان رو در عرض با یه امضا یک سوم رژیم های جهان رو میتونه عوض کنه، همین شخص اراده کنه، یعنی سماجت بکنه که آقا فلان کشور و کره و افغانستان و پاکستان و ایران و سوریه و عراق و ترکیه و همه اینا رو من میخوام رژیماشون تو یه ما دیگه بره. این کارو میکنه کسی که همین الان به ارتشش دستور بده کل خاورمیانه رو خلسلا میکنه. خلسلا چیه؟ پودرش میکنه. ببین چه بلایی سرش آوردن. حالا ببینیش خدایگان، آریامهر بزرگ، روانشاه، واقعا من نمیدونم چه لقبی باید به این خدا داد. خدا کیه؟ خدا کی بود جلوشا؟ ببین چه قدرتی بود اون خدا، ببین چه قدرتی بود 37 سال جلوی بیپدر و مادرهای بیناموس وایسا، به شرافت بشری سوگن، تاریخ بشریت، تاریخ ایران که هیچی، خاورمیانه که هیچی، آسیا که، تاریخ بشریت نظیر محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه، آریامهر بزرگ رو نخواهد دید. من هر روز که میگذره تازه میفهمم عجب خدایی بوده. من هنوز نفهمیدم چقدر خدا بوده، واقعا من نفهمیدم. با تمام عشقی که به اون خدا دارم هنوز من یک هزارم اون خدا رو کشفش نکردم. ببین چه قدرتی بود اون خدا. خیلی حرفه. 37 سال، 37 سال بیستی در برابر امپراتوری انگلیس، 37 سال بگی من دیگر بهتون باج نمیدم، دیگه بهتون تمدید نمی کنم قرار داده نفتو. خیلی حرفه. میفهمید دارم بهتون چی میگم بچه ها جوونا؟ بعد از 40 سال هنوز دنیا چاقو برداشته داره جنازش هم داره تیکه میکنه، دیگه نه گوشتی رو مونده، اسکلت مونده، نه پوستی دیگه مونده، اسکلتش هم دارن استخوناش هم دارن خورد میکنن بابا، از اسکلتش هم میترسن. ببین چه خدایی بوده. خاک بر اون سر اون نسل، خاک بر اون سرتون کنن، لعنت به پدر و مادر کسی که فهمید اومد تو خیابونا به اون خدا بیاموز توهین کرد، لعنت بر پدر و مادرتو، لعنت بر پدر و مادرتو اگه داشته باشی، چون کسی که دانست و به اون خدا توهین کرد نه پدر داشته نه مادر، پدر داشته 44,000 تا پدر داشته، مثل حسین چاقوکش، تن لش، مثل بهرام شطور، محمد وزق، اسمال بزاز، مسعود بهنود، مثل این تن لشا، مثل این لای و لجن های اجتماع که اون خدا رو ول کنی. من اگه یه روزی روزگاری اون خدا رو ول کنی
بری به چسبی به خمینی، تاج و ول کنی به چسبی به آفتابه، خاک بر اون سرتون کنم. اگه من یه روزی روزگاری میگن موسی با عصا رفته بالای کوه پای پیاده، حالا نه پای پیاده رفته اینا نمیدونم، میگن این چی که خودشون میگن خدا رو دیده، میگن موسی خدا رو دیده، یه نوری بوده و چرخیده و فیلمش هم نشون دادن ده فرمان، بعد به موسی گفته بیا این ده فرمان فلان، به هر حال موسی حضرت موسی خدا رو دیده. اگر من یه روزی این آقا خدا رو ببینم میگم آقای خدا خودتی دیگه، 100% 100% من تو رو به اندازه شاه قبول ندارم، قدرتی که شاه داره تو نداری. شاه ثابت کرد، شاهی که تویی که خالقی اون مخلوقت بوده، شاه ثابت کرد قدرتش از توی خالق بیشتره، ثابت کرد. شاهنشاه ایران ثابت کرد قدرتش از خدا بیشتر بوده به عنوان مخلوق، چون خالق تویی، تو منو خلق کردی، من که تو رو خلق نکردم، تویی که منو خلق کردی قدرتت از اونی که خلقش کردی کم داره. چرا؟ چرا نداره؟ دارم میبینم، کور که نیستم که. شاه نشون داد در برابر جهان ایستاد، تو نتونستی جلوی چپ جهان بیستی، خدا نتونستی. اگه حرف اضافه میزنم همین الان منو ببر اونجا کجاست، اون طویله جهنمه چیه، که اونم یارو پاپ اعظم کاتولیکای جهان داره میگه آقا جون چاخان پاخان من رسما دارم اعلام کنم، کاتولیکای جهان رسما اعلام کردن همه چاخان پاخانه، اون یارو بهشت و شیر و عسل و خانوم و بقیه ماجراها و جهنم و هیزوم و مار و عفی و اون یارو پله و بقیه داستان همه چاخان پاخانه، از روز اولم چاخان پاخان بود. حالا رئیس جمهور امریکا چی گفته که اینقدر دنیا بر علیهشه؟ به شرافت بشری سوگند، من نه از این آقا طرفداری میکنم، نه از این آقا نمیدونم عاشقشم، نه هیچی، من یه چیزی رو میدونم، این آقا همین ترامپ منافع ملی کشورش ایجاب بکنه با علی شیره‌ای بر سر یه میز بشینه بره تو کاخ سفید، این دفعه برای بار دوم میره میشینه، پس من تکلیفم با شما روشن کنم. اما من بعدی میگم بعد خوبو میگم خوب، این که الان 4 سال رفته، این آقا 4 سال رفته تو کاخ سفید، این واقعا چه کرده به جهان که جهان اینجوری به جلزه بلز افتاده؟ بشین دو تا 4 تا کنی، بزنین یه بارم ما هم بیایم راجع به دنیا صحبت کنیم، چرا همه اونا واسه ما تصمیم بگیرن حرف بزنن. یک آدمی که اومده میگه آقا امریکا ذلیل شده، بدبخت شده، تو سری خور شده، از جنوب مکزیکیا با گراس و حشیش و مواد مخدر اومدن، از شمال هم داره هروئین وارد میشه، کشتی هم داره از طریق نیویورک و ماساچوست و بندرهای این ور داره هروئین وارد کشورم میشه، از اون طرف هم قاچاق داره میاد، مملکت من شده مرکز قاچاق، خب از در و دیوارم هر چی مسلمون تروریست ریخته توی کشورم، دروغ که نیست، این همه انگلزاده به اسم آقازاده معصومه ابتکار از در دیوار سفارت کشید بالا، گفت مرگ بر آمریکا، یه ملت رو تا همین الان به خاطر تحریم‌های همون 444 روز یه ملت رو به دیوزگی انداخت، جفت بچه‌هاش تو آمریکا دارن حال میکنن، جواد نلبند همینطور، تمام کسانی که در جمهوری اسلامی مرگ بر امریکا گفتن از در دیوار سفارت بالا رفتن، 40 سال فوش خار و مادر به امریکا میده، اصلا تکبیرشون بود، یارو میگفت تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، بعد هر دفعه یه بیت اضافه میکردم، مرگ بر منافق، مرگ بر نمیدونم صدام حسین نمیدونم کفگیری، مرگ همینجوری میگفتن، ولی مرگ بر امریکا اصلا جزء نقل و نواد جریان بود، اصلا خود خمینی گفت خوب جایره گرفتی، انقلاب دوم است، خوب جایی رو گرفتی، ولش نکنی. همینا که این ملت رو این روز انداختن، تمام بچه‌هاشون تو امریکا تو بهترین دانشگاه دارن تحصیل میکنن، درسته پخ نیستن همشون، بی سواد در به داغون و با پول رفتن مدرک گرفتن، ولی هستن تو امریکا دیگه. دختر عکس دختر حسن روحانی حسن افخت برای خود من اومده توی پاریس از بهترین گرونترین مغازه رفته خرید کرده، یعنی مثلا یه جفت جوراب اونجا بری بخری $1000 لختم هست وسط خیابونای پاریس، بعد تو مملکت من موی دختره یه ذره بیاد بیرون اسید میپاشن تو صورتش. این آقا اومده جلو این جریانا وایساده، این آقا اومده میگه آقا جان اصلا گور پدر ایران، گور پدر جهان، من اول میخوام راجع به مملکت خودم بگم، مواد مخدر تا خرخره ریختی تو دست بال جوانای آمریکایی، در مرزم که باز گذاشتی، ارتش امریکا هم که شده چوب دستی شماها، خواستم یه سه دیگه بگم گفتم دیگه نگم،
شده چوب دستی شماها. آقا آمریکا بله، صدام دیگه باج نمیده، چشم الان میرم خفش میکنم. آمریکا بله، نفت پیدا شده تو دریای مدیترانه لیبی نمیذاره من بخورم، چشم الان میام ترتیبشو میدم. آقا آمریکا بله، کره شمالی خیلی پررو شده، چشم الان میرم تشر بهش میزنم. آقا آمریکا بله، یوگوسلاوی میگه که نه من نمیذارم اینجا تجزیه بشه، چشم الان میام ترتیبشو میدم. آقا آمریکا بله، دیوار شوروی خیلی دیگه داره اذیت میکنه، چشم الان میگم اوپن دی دور، درو واکو. آقا آمریکا بله، این پیمان ورشو هنوز هست تا کاغذشو یه جور پاره پوره کن اینا، چشم الان همه میرن پاره. هر چی میشه شما دارین به یارو دارین میگین، بس ارتش آمریکا دارین میگین شده بازو مسلحتون. بعد اومده میگه آقا جان تو هم حق باید بدی، تو هم بابا باید حق حسابتو بدی به ناتو. من امریکا دارم ماهی $1,000 میدم، توی آلمان بی پدر و مادرم باید ماهی $600 بدی. میگه نه ماهی $200 میدم. چرا ندارم بدم؟ نداری بدی آره، خیلی خوب منم ارتش آمریکا دارم میارم. به گور پدرتون بری خودتون واسه جلو شوروی. من آزار دارم جوانمو بیارم بزنم تو اروپا بکشم که امنیت ملی آلمانو حفظ کنم. من اصلا نه. روانی تهران زده بشره، آدم کشه، جنگ طلبه. خفه شد یمن، خفه شد افغانستان، ساکت شد جمهوری اسلامی، زیپ دهنش کشی. 4-5 تا کشور آفریقایی، همون سودان، همون سومالی، چاد، موزامبیک، اریتره باجخوری میکردن توی دریای توی باب المندب. مگه یادتون رفته بابا؟ باجخوری میکردن، آدم ربایی میکردن. از جیبوتی مگه نمی اومدن؟ مگه بمب گذاری نکردین تو نایروبی؟ سفارت امریکا رو تو کنیا آوردین پایین، بالای 290 تا رو کشتین. پس چرا دیگه از این اتفاقا نمی افته؟ مگه آمریکایی رو نمی کشتین تو مصر؟ چند تا آمریکایی رو ترور کردین تو الجزایر، رو تونس و مراکش سر صداشو در نیاوردین؟ چقدر آمریکایی رو کشتین تو ایتالیا سر صداشو در نیاوردین؟ مگه قبر یهودیا رو سنگای قبرشون نمیزنن تو فرانسه و اینور مرز سنگای قبرشون تیک پاره میکنن؟ چرا این اتفاقا دیگه نمی افته؟ مگر مجددا شوروی، همین روسیه، مگه پوتین عربده کشی نمیکرد گفت یک سوم اوکراین مال منه؟ مگر نرفت کریمه رو گرفت؟ مگر دو تا قسمت از گرجستان جدا نکرد؟ مگر نگو پیمان ورشو غیر قابل انحلاله؟ کی همه این کارا رو کرد؟ کی لهستان رو آورد تو پیمان ورشو؟ کی جلوی ترور آیه اسلامی رو گرفت؟ و اینه جمهوری اسلامی هم میزه شما سالم زندگی کنیم تو اروپا، هممون رو میکش. الان جو بایدن بیاد بره تو تویله سفید که تبدیلش کنه به تویله سفید، تک به تک بچه هایی که فعالیت کردن تو این حداقل تو این 4 سال که رسمن و علنن دیگه مرده و زنده علی شیری آوردیم جلوی، یقه هممون رو گمهان رو میکشم. این نکشن دو صداشون رو تو کانادا و ایمن اوه تمام بچه های سلطنت طلب رو ترور میکنن. خب من اومدم چرا این جریان ها رو گرفتم؟ کار بدی کردم؟ جنگ طلبم؟ جنگ من کجا جنگ طلبی رو انداختم تو دنیا؟ کلینتون کی حمله کرد به یوگوسلاوی؟ من حمله کردم یا کلینتون؟ ها؟ چه کسی رفت اون جنگولک بازی رو تو لیبی رو انداخت؟ قذافی رو من با دوتا کشیده ساکتش میکردم. چرا رفتین اون کار کردین که امروز لیبی تبدیل بشه به 3 قسمت و فقط قسمت نفتیش ساکت باشی که شرکت بی پی بخواد بخوره؟ کی کرد اینا رو؟ من کردم یا کلینتون؟ من کردم یا حاج حسین اوباما؟ آقا جان دوران تیغلیشا که نیست، دوران اینترنته. اصلا من راه دورم نمیرم، از جورج واشنگتن هم نمیگم، از روزولت میگم. 1945 جنگ جهانی دوم تا الان برید نگاه کنید چند تا جمهوری خواه رفته تو کاخ سفید، چند تا دموکرات رفته تو کاخ سفید. اوکی حساب مثال میگم، به طور مثال عرض میکنم 50 تا رئیس جمهور از 1945 تا الان رفته تو کاخ سفید، 25 تا جمهوری خواه، مثال میگم و 50 تا نیست، 25 تا جمهوری خواه، 25 تا دموکرات. بریم ببینید از این 25 تا جمهوری خواه، از این 25 تا دموکرات چند تاش جنگ تو جهان راه انداخته. بعد بی شرف حسین لجن، بعد میشینه میگی من به این رای میدم آدم مظلومیه؟ از جو بایدن که رهبر تروریستای جهانه و با تمام آخوندا، با تمام تروریستا نشسته، باشون همبرگر خورده و کوکاکولا کوف کرده و رفیق جونجونی چپ اروپاه، رفیق جونجونی چپ اسرائیله که همین منشه امیر زیر علمش داره سینه میزنه با تمام مخلفاتش، این آدم مظلومیه. بعد ترام آدم دراکولاییه. چرا؟ حالا بهتون میگم چرا. وقتی بهتون میگم که مدیاهای جهان، ببینیم بذار از سر خط بگم، به یک کشوری میخواین حاکم بشید، میدونید بچه چجوری حاکم بشید؟
به یک کشوری میخواین از درون مثل موریانه، یه درخت دیدین تنومنده ریشه داره که مثلا زده تا 50 متر اونورتر هم رفته ریشش، اما این درخت مریض به نظر میرسه، برگ میده ولی مثل درخت دیگه این برگه 3-4 ماهی نمیمونه رو شاخه ها، میریزه، ولی هیکلی چختی مثل این وکیل هست میشه لگن فروش دوست، هیکل چختی بخاری و غیرتی یختی، درخته هیکلی چختی اما چرا برگ نمیده، ولی یه درختی هست اونجا خیلی کوچولو موچولو، ببین چقدر شق و رق قصده قشنگ این شاخه های تره تمیز، برگوش هم اصلا تمیزه قشنگ مشخص این درخت سالمه، ولی هیکلش خیلی کوچولو اونجا ترکه‌ایه. چجوری جریان؟ آها، اون درخته که اونجوری تنومنده و نشون میده اصلا 500 سال درخته، از تو موریانه خوردتش، این ظاهرش رو تو داری میبینی، اون از درون خورده شده. میدونی یک کشوری رو که حتی 2500 سال تاریخ و تمدن داشته باشه و پادشاهش بیاد اون تاریخ رو عجل و چشم جهان عبور بده که خاک بر اون سر اون نسلی که دید و فهمید که این خدا بیامرز چیکار میکنه و خفقون مرگ گرفت، خاک عالم پهن عالم به سرتون، از هیئت دولتتون تا نظامیتون تا همتون، از قرباقی و ازهاریتون بگیرید تا اون تنلشایی که توی کابینه امیرعباس اویدا بودن به عنوان ماساچوستی. من حرفامو اومدم حرفامو بزنم، گفتم بهتون که دوشنبه میگم. آره خب، اون وقت اردشیر سلیمانی نوه شاه مملکت کثافت آشغال دم پیری، چون نوکره، چون 10,000 تا عکس سکسی و عکس بچه بازی و عکس لختی و تو بغل الیزابت تایلور و تو بغل اینو اینقدر کثافت کاری کرده، اینقدر ازش عکس دارن، حالا بهش میگن که در سن 90 سالگی اصلا قاچاقی داره نفس میکشه مردی، که بهش میگن حالا باید بگی چی، باید بگی نه نه، پرونده ها رو میذارن جلوش، میگن یس یس یس، نه حواسم نبود، دندون درد داشتم گفتم نو، منظور از شعار از نو یعنی یس بوده، چی باید بگم، برو برو فحاشی کن، شروع کن پسر خاله شعبانو، برو فحاشی کن، شروع کن، نوکرم. حالا کار نره اون پسر خودش خلوچل روانی بوده تو کاخمه، میدونستن ملاحظه‌شو میکرد، حق دیوونگی میگرفته تو کاخ، به خدا دروغ بهتون نمیگم. خب اون خدا بیامرد که اومد اون تاریخ از جلو چشم جهان عبور داد، که امیدوارم، یعنی اصلا امیدوار چی شده دیگه، جهانی که یه مرد صلح دوست، یه پادشاه بشر دوست، بنده خدا همش میگفت آقا نکشید، کمک بکنید، اصلاحات ارضی بکنیم، بهداشت فقط نبره من، برای جهان باشه، مردم بخورن فلان، همش حرف از صلح و امنیت میزد، گفت نه این بده، چرا این نمیذاره ما کلاشنکوف بفروشیم، این نمیذاره ما توپ‌تایم بفروشیم، این نمیذاره ما موشک بفروشیم، بابا این اومده، این اومده میگه همه باید در صلح و صفا زندگی کنیم، نه آقا دوست داشته وای اینو ببرین، نمی ترورش رو بکشینش، سرش ببرین، سرطانیش کنی. ولی اون کشور با اون 2500 سال تاریخ مثل همون درخت هست که از تو خوردنش، چی خوردش؟ مدیاهای جهان. یه کشور رو میخوای داغون کنی، از درون داغونش کن، اینه میخوام بهتون بگم. یعنی چجوری؟ یعنی این که بری رو صفحه نقره‌ای سینما فیلم واسش بذاری که همه رو جذب کنی به طرف اون فیلم، کی بازی کنه این هنرپیشه معروفی که همه دوستش دارن، سینما رو اینطوری تسخیر کنیم، کی تسخیرش میکنه؟ سیروس الدنگ، به خودش میگه الوند، کی تسخیرش کنه؟ مسعود کیمیایی و امثال همین تنلشا، اینا سینما رو تسخیر کنن. وقتی بهتون میگم مدیا، اینا جزشه، فقط رادیو تلویزیون نیست، تئاتر ایرانو برید بدید به دست کی، تمامشون چپ بودن، از 100 نفر که تو تئاتر شهر بودن، تو همین تئاترها بودن، اینا دانشجوها و جوانان، چرا همشون بیمار جنسی، که یکیش میشه همین شهرهه، همین تنلش کثافت آشغال با اون صداش که عمه گرگه، که صداش مرده رو تو قبر میلرزونه، تازه این همه تاپاله مالیده به صورتش، این همه بتونه، تازه اینه، ببین این صبح از خواب بیدار میشه چه کثافتی قیافش، که بیاد بگه نه این تو خیابونا چیزی نگینا، میکشن تو مامان باباهاتون بچه میشه، اون وقت شما بیاد تو خیابون، من اینجا دیگه رژیم عوض بشه شا بیاد، من اینجا دیگه کسی به من پول نمیده، پیرزنم دیگه چیکار کنم، تو لس آنجلس برم چیکار کنم، بگم بلالیه بلا برم بلال بفروشم، خب نمیشه دیگه، درسته؟ آره، پس نه تو خیابونا، مثل اون زنه بود میگه من دکتر روانشناس ارمنیه، شوهرش آمریکاییه، نه اینا میمیری شما، خاطر اینا دلش شما رو شما سوخته، نه دلش واسه جیبش سوخته، بعد اینا مدرک ازشون دارن، از شوهرش از هوشنگ مدرک دارن، 400 دفعه رفته ایران اومده، همشون دنلشن، خدا رو شکر
که توی این انتخابات دیگه رسما اومدن گفتن، حمید پاینداز رسما گفت، زنش رسما گفت من به جو بایدن رای میدم. ببین دنیا دیگه چقدر افتضاح شده. زن حمید پاینداز بی سوادترین بی سوادی که من تو عمرم دیدم با اون دک و پوزش، که اونم مثل این شوره تا باله میماله به صورتش، تازه اینه قیافش که بعد بیان بگن که ما به دموکرات اصلا بی شعور بی سواد در پیتی احمق. تو اصلا میفهمی دموکرات یعنی چی؟ تو میفهمی رپوبلیکان ها یعنی چی؟ تو اصلا میفهمی حرفا رو؟ 40 سال تو امریکا هستی هنوز به گود مورنینگ مثل لگن فروش دوز میگه روز مورنینگ. خب حالا میخوای یه کشور رو داغون کنی، اینجوری باید داغونش کنی. چی کارش باید بکنی؟ سینماشو تسخیر کن. چی براش بساز؟ رگبار، پوستچی، گوزهان، دایره مینا، اینا رو واسش درست کن. فریاد زیر آب، علفهای هرز، یاران، اینا رو واسش. بعد هنرپیشه‌ای که مردم اینا خاطره دارن، خوششون میاد، اینا رو بیار. یه بخشش اینطوری داغون کن، یه بخشش رو ببر تو کلاه مخملی، بهشون خط عوضی بده. نظر 200 یارو بره بشینه تو سینما خوشحال بشه، خستگیش در بیاد، حالا یا بخنده یا یه چیزی یاد بگیره. همش این چیزا رو بکنید تو مخشون. فقط بهشون بفهمونید، به دنیا بفهمونید، دوربینو بردارید ببرید تو جنوب شهر بگی ایران اینقدر کثیفه، فیلم بلوچ براش درست کنید، به این ناکن تا اون اومده. بعد یو همون موقع دوربینو بردارید ببرید تو تهران، ببینید جشن 2500 سال بعد دارن تمیز میکنن معمول شهرداری، ببین فقط به تهران میرسن. دیدی زاهدان و بلوچستان رو دیدی؟ بلوچا تا اون اومده، همه دارن میمیرن. خب برو تو تئاترش که بیاد اونجا واسط بگی که یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود. چی داره واسط میگه؟ کسی که توده یا حالا رفته شده صیغه علی شیره‌ای، میگه من افتخار میکنم آقا رو دیدم. آقا زنی که پروانه دیدم چی اون رو آشغال در به داغونی کثافه. بعد خاله سوسکه رو واسط بیارن، اون خاله سوسکه‌ای که مادر بزرگا برای ما تعریف کردن و اون شکلی بهش بهمونشون بده. اون خاله سوسکه‌ای که میگه خاله سوسکه کفش قرمزی کلا قرمزی کجا میری؟ دارم میرم بر همدون شوهر کنم بر رمزون. اینو داره یه جور دیگه نشون میده، نه دیگه این واسه صداشم اونطوری عوض بکنی که بشینه به دل منه بچه، نه دیگه این واسه ما دل نمیشه، اگرم شد دیگه عاقل نمیشه. و اینجوری مسمومت کنن، مسموممون کردن. یه کاسه گذاشتن جلومون، دیدی به به چلو کبابه، ولی کبابش مسموم بود. هر کی میخورد لازم بود بره بیمارستان سینایی میشد. بعد دیگه بیرون نمیومد چون اینقدر معده تو پوکونده بود، دیگه با شستشو درست نمیشد. مخمون رو مسموم کردن. اگه مسموم نمیکردن نمیومدی تو خیابون بگی تا تو کفن نشی وطن وطن نشه. بی شعور اون یه نفر بود، اون خدا بیامرز یه نفر بود، کفن میشد بالاخره. ولی با کفن شدن اون 80 میلیون الان کفن شده، 80 میلیون کفن شد. آره بعد بیا چیکار کنی؟ رادیو رو تسخیر کنی. تو رادیو کی بیاد؟ قائم مقامی بیاد، همین گور به گور شده ای که مرد. بچه‌های نظام آباد برید به سمت میدان انقلاب، از میدان آزادی برید به سمت استادیوم شهید شیرودی، همین بی شرف دریاچه گور به گور شده. آره اینا رو می آوردن تو رادیو، اینا رو می آوردن اونجا که برای ما خط انحرافی به ما بدن، که رادیو رو به لجن بکشن، که اگه فریدون فرخزاد میاد اونجا برنامه صبح جمعه میذاره سریع بهش بگن بی ادب ها چقدر لوسه، همش دست زنها رو میبوسه، این همش میرخصه، آخه مرد میرخصه. ولی مثلا مرتضی احمدی باحال بود. چرا باحال بود؟ چون تخم ترکی خودشون بود، اگر نبود که نمیدونست بره تو تلویزیون رادیو باشون همکاری کنه. آره ولی علی تابش بد بود. آره چرا؟ چون شرف داشت، میهن پرست بود. آره ولی بقیهشون خوب بودن. چرا؟ چون نوکر اینا بودن. سینما رو اونطوری به لجن کشیدن، تئاتر رو اونطوری به لجن کشیدن، رادیو رو اونطوری به لجن کشیدن، تکلیف تلویزیون هم که مشخص بود. دام دارم دام دام دارم دام رام دام 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 آقای مربوطه یک دقیقه قبل از ساعت 8 شب اخبار سراسری میومد 4-5 دقیقه یه برنامه واسه درست میکرد، بیل میزد تو 24 ساعت زحمات هیئت دولت. چه کاره بود؟ بهزاد آشتیانی چه کاره بود؟ بلکه توده‌ای بود خودش و زن کثافتش. چی برامون درست میکردن؟ سریال سرکار استوار. آقای پرویز صیاد با همه احترام دروغ میگم، گاو و گوسفند رو بردن توی پاسگاه ژاندارمری، تیمسار اویسی شب شکایت کرد به رادیو تلویزیون که آقا این چه گاو و گوسفند میفرستین توی پاسگاه. همین آقای پرویز صیاد به عنوان نویسنده و کارگردان رسما معذرت خواهی کرد و از اون جریان عذرخواهی کرد، ولی کارشون رو کرده بودن.
کارشونو کرده بودن. پاسگاه ژاندارمری شد مرکز گاو و گوسفند. یعنی به پدر امثال من، پدر من بدبخت که تو کوه کمر میرفت زحمت میکشید که مملکت امنیت داشته باشه، که فلونی بره بالای سن تو میامی بگه دنیای زندونی دیواری که شبی 20000 تومان بگیره، پدر من جون بده که اون شبی 20000 تومان بگیره، بعد اون فوش بده به پدر من، اون فوش بده به ارتشیا. بعد یه مش آدم احمق هنوز برام بچینه زیر منبر اینا و 50 سال هنوز به اینا بگم بخون، بعد اون بره بالا بگه دوباره میسازمت وطن. بعد شعر رو کی مینویسه؟ سیمین بهبهانی. سیمین بهبهانی کی بوده؟ یه توده‌ای بوده که این شعر رو سال 1356 نوشته، جرأت نکره بده بیرون. یعنی فضا براش ایجاد نبوده که بده بیرون. و بعد بیاد به تو بگه بخون یار دبستانی من. خاک بر اون سر این ملت بی شعور. رضا احمدی ساکت باش، حرف نزن، داد نزن. این آره آره که کار ما به اینجا بکشه، بیام التماس بکنیم واسه شیکم خودم التماس نمیکنم، ملت کمک کنی سنگر بمونه. از کجاش بگم؟ این رئیس جمهور امریکاست، پوست شکندن در عرض 4 سال، مرده 40 سال پیر شد. این ترام اگر رئیس جمهور میشد 200 سال دیگه عمر میکرد، پیر شد، درب داغون شد. برید قیافه 4 سال پیش نگاه کنید، واقعا درب داغون شد. با این همه پولی که داره، با تمام امکاناتی که داره، پشت سرش 20 دکتر داره راه میره. هر قدم که برمی‌دارد مومنت حیات است، پشت سرش 2000 دکتر میآید که مفرح ذات است. و شاه مملکت ما در سن 60 سالگی موش یه دست سفید شده بود، سرطانیش کردن، وقتی که برای آخرین بار از هواپیما میاد تو مصر، کت شلوار 4 نمره بهش گشاد میشه، کمر خم. اون مرد که چق و رق راه میرفت، وقتی حرف میزد ستونای اوپک میلرزید، اونطوری از پله ها اومد پایین. به خدا قسم، به خدا قسم، به شرافت بشری سوگند، هنوز شما ملت سر سفرتون نون خوشگم هست خیلی زیاده. من راحت بهتون بگم، خودم هنوز دارم نون میخورم خیلی زیاده. نفرینه، هر کس بگه نفرین نکرد دروغ میگه. اون خدا بیامرز، خدا میدونه شبا اون دردی که میکشید چشمش به آسمون بود چه ها گفت. خدایا خدایا نگذر ازشون، نگذر ازشون. به بچه هاشون تغذیه رایگان دادم، سر کچلشونو درست کردم، تا اونو بردم، شپش بردم، تراخوم از اونم میکرد بودم، خودم و پدرم راهن براشون آوردی. خدایا در خانه منو بستن، زن و بچه‌مو آواره کردن، خدایا مپسند. گفته؟ شکی نکنید که گفته. اگر اون نگفت خدای اون، چون خدای شاه مهربان بود، خدای قاسم الجباری نبود، خدای مهربان بود، پروردگار، خدای شاه ما رو نفرین کرد. ما نون نمیخوریم، راحتتون کنم ملت. تا اون خدا بیامرز رو نیاریم تو ایران، همونطوری که من بهتون میگم، مثل پارک فرح، یه همچین پارکی براش نه، پارک، یه پارکی که 500 طول بکشه دورش بچرخی، پارک بزرگ، گرون قیمت ترین گلهای دنیا رو باید بزنید تو اون پارک. اینو من میگم برای نسل آینده بمونه. من امشب زنده ام، نیستم، کشتنم، اصلا نه برام مهمه، نه برای، لعنت به پدر مادر کسی که بعد مرگ من گریه کنه، لعنت به جد آباد کسی که برای من مراسم بگیره، تسلیت بیاد بگه. راحتم بهتون بگم، اصلا مردشور این دنیای کثافت ببره. وقتی شاه نباشه دیگه به چه درد میخوره مملکت؟ یه پارک باید داشته باشه، بهشت، پارک بهشت، بهشت، بهشت آریامهر، یه پارک درست کنید به نام بهشت آریامهر. این خدا بیامرز و آرامگاهش بذارید اونجا، هر روز برید در برابر آرامگاهش تعظیم کنید، بگین غلط کردیم، پهن خوردیم، ببخش ما رو، ببخش، نفهمیدیم، واقعا نفهمیدیم. تر و خشکمون سو، نطفه تو شکم مادرامون هم داره تابان میده، مادر دیگه چیزی نداره بخوره، شیر به بچهش بده. جوون اومده تو خیابون پلاکار گرفته تو دستش، میگه خدایا منو بکش، نمیتونم دیگه. چند سالشه؟ 19 سالشه. بابا من یاد 19 سالگی خودم میافتم، خیلی بابا تو رو حال بودیم، تازه با اینکه اینا اومده بودن، چون هنوز پرورده شاهنشاه بودیم. جوان 19 ساله زمان شد قبل از اینکه از خونش بیاد بیرون، یک ساعت جلو آینه اول آرایش میکرد بیاد بیرون، که همه چیش مرتب باشه داره میاد بیرون. بعد مرتب میمونه تو خیابون، نه مثل هر که پهن تو خیابونای تهرانه. تهران زیباترین پایتخت جهان بود. رئیس جمهور امریکا رو دیدین چه بلای سرش آوردن؟ ببین با شاه چه کردن، ببین چه بلایی به سر شدن. کی فهمی؟ اون میرفت بالای منبر میگفت بی فکر یک سقفم، چرت میزد میمد پایین، یه سقف بی روزن. تو تلویزیون ملی ایران سیگاری میزش رو گیتارش،
دمپایی لاانگشتی میپوشد اون فرهاد کسافت هروئینی بود، هروئینی بود. گیتار میگیره تو دستش، میگه تو فکر یک سقفم، یک سقف بیروزن، سقفی برای من محکمتر، برای من و تو محکمتر از آخر. اون یکی اومد میگفت دیگه این قوزه که پا یادی گرفت، صده گاف داشت مردی که فریدون فروغی اقده، همشون هم دپرس، همشون هم مبادی. اون یکی اومد میگفت اگه یه روز بری سفر منو با خودت نبری بیخبر، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره. چند بابا چجوری مخه یه ملت بزنی داغون کنی؟ چجوری مخه یه ملت بزنی داغون کنی؟ اون یکی دیگه، اون یکی اومد میگفت وقتی رفتی نفهمیدم کی رفت، حالا که اومدی فهمیدم کی اومده. عین یه کفتر رو شونه من، حتما هنوزم دروغ نمیگی، هنوزم عشق تو چشاته. گوزها دروغ میگم، تمام دیالوگاشم دارم بهتون میگم. چجوری میخوای مخه یه ملت رو داغون کنی؟ اینطوری داغونش کنی که یارو بره سینما دو ساعت کیف کنه، بره سینما مخشو بزنن بیاد بیرون میگه راست میگه همه هروئینی، اتفاقا یه هروئینی هم بالاخره رد شه، که جوون مملکت بره دم سینما کابری که آقای مهدی میثاقیه که با پول ملت ایران با زحمات شاهنشاه آریامهر شد مهدی میثاقیه سینمای کابری بزنه، بعد پسره بره بشه فریاد زیر آب، بعد بری فیلمو ببینه از الف تا آخر تمام فیلم افتضاح، تمام داستان افتضاح. پسره تو بهروز بهنژاد که تو فیلم داره بازی میکنه، بابا برم به کی بگم اینو؟ بهروز بهنژاد که داره هم بازی داره بازی میکنه، تو سالن بیلیارد داره باجخوری میکنه، میره خواستگاری دختره، پدر دختره میده به کسی که اصلا کاروبارش معلوم نیست. توی این فیلم یارو چی کار است؟ چه کار شغلش بوده؟ هیچ، باجخور باج میخورده توی سالن بیلیارد. بعد پسر خودش از خونه بیرون میکنه به چه جرمی؟ به جرم بیکاری. بعد میشه فیلم سیاسی. بعد میره یارو کارچاخونه یارو رو بکشه، وقتی که میکشتش با موتور پرشیه، میرسه دم عروسی خواهرش، موتورش میشه موتور از این ساده، از این موتور چیزای معمولی 80. بابا دیگه شعور، بابا با شعور ما چجوری بازی کنم؟ زو جناب مهندس اون عکس رو لطف بفرمایید 1 تا 5 بچه زنگم بزنید تا نفهمیم همینه، تا نفهمیم همینه، تا نفهمیم همینه، آش همینه، کاسه هم همینه، تا نفهمیم همینه. داریم هممونم نفهم از دنیا میریم. بدون تعارف بهتون میگم کشوری و لشکری. حالا منتظریم ببینیم کی میره اون تو، کی میاد بیرون، کی زد، کی برد، کی خورد. جناب مهندس لطف کنید اون عکس ها رو شماره 1 تا 5 ممنونتون میشه این عکس ها رو نگاه کنید تا ممنونتونم جناب مهندس. من یه آبی هم بنوشم. این عکس رو نگاه کنید خانم آقایون. درود به روان پاک شاهنشاه آریامهر، لعنت به روح مصدق و خمینی. دزدان عراقچی، سمت چپ عباس عراقچی. این شماهایی که تو ایرانی میشناسین دیگه عباس عراقچی رو دیگه. بله، عباس عراقچی کیه؟ معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، سمت چپ. تریاک از دستش بیرون نمیفته، یعنی علی منقلی باش مسابقه بده این قهرمان میشه. ببین این چیه دیگه. سمت راست 1 و 2 و 3 و 4 تا عکس دارید میبینید، از بالا به ترتیب اجرای نقش، مجتبی عراقچی. چی شد؟ این چیزه، این برادرشه، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف. نفر دوم مرتضی عراقچی، نایب رئیس دوم اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران. چه کاره است؟ برادرشه. نفر سوم احمد عراقچی، چی کاره است؟ معاونت ارزی بانک مرکزی. چی کاره است؟ برادرزادشه. آخری علی عراقچی، چی کاره است؟ مدیر امور بین‌المللی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. چه صنایعی، چه گسترشی، این چی کاره است؟ برادرزادشه. خب بعد چی میگفتن؟ میگفتن شاه دزده، تمام فک و فامیلش هم، داداشش و خواهرش و جد و آبادش هم همه دزدن. اینا جواب حرفایی که تو این 2-3 سال برام مینویسی یا فحاشایی که برام میکنی، همه رو نوشتم گفتم همه رو جواب میدم. دیدی حالا جواب دادم؟ که شاه دزد بوده، برادرش دزد بوده، خواهرش دزد بودن، همه دزد بودن، فقط آخونده سالم بودن. آره، حالا کی دزد بود؟ شاه دخ، زنده یاد شاه دخ، والا حضرت اشرف پهلوی دزد بود یا اینا دزد بودن؟ شاپور علیرضا پهلوی دزد بود یا اینا دزد بودن؟ شاه دزد بود یا اینا دزد بودن؟ ها؟ زو جناب مهندس دومی رو لطفا عکس دومی رو
ممنونتونم. عکس دو و سه و چهار و پنج و که حالا جناب مهندس این دوش بعدش هم الان سه رو جناب مهندس لطف میکنن، چهار هم لطف میکنن، پنج رو لطف میکنن. اینا کسانی هستن که جلوی ورود ترامپ به کاخ سفید رو گرفتن. چرا؟ به خاطر دارن از این مرد که آخونده دارن حمایت میکنن. بفهم یکی بعد از دیگری الان جناب مهندس نشونتون میگن. بوریس جانسون مال انگلیس، اونم ماکرون، اونم فرانسه، اونم انگلیس، اون پایین هم اون هاشش وزیر امور خارجه سابقشون آیت الله جگسترا و غیره و ذالک. بعد اینا ایستادن که ترام از کاخ سفید نره تو کاخ سفید برای بار دوم. چرا؟ اگه بره عمامه اون یارو رو برمی‌دارن میزنن تو دبلیو سی، سیفون هم میکشن روش با تمام مخلفاتش. چرا؟ چون اینا قرار بوده این بشه روح الله الموسوی الخمینی مامور MI6، علی شیره‌ای مامور کاگبه. ماموریتشون چی بوده؟ نابودی ایران و هویت ایرانی. تموم شده. بعد شاهنشاه آریامرز، سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی، اون خدای بی بدیل ایران، روان شاد که ای کاش من میمردم و اون خدا بیامرز زنده بود. چون اگه همین الان اون خدا بیامرز تو 101 سالگی هم زنده بود، همون تیک استخونی هم که نشسته بودن رو صندلی، همون دنیا رو نجات میداد. چرا به رضا پهلوی میگن حرف نزن تکون نخور، راه نرو، نفس نکش، اگه حرف بزنی میکشیم، اگه حرف بزنی بچه‌ت میدوزی. من همه رو بهتون میگم، اینقدر تهدیدش کردن، اینقدر خواستن بچه‌شو بدوزن، چه بلاهای سرش اومده که بنده خدا نمیاد بگه، شاید یه روزی بگه سر خودش و مادرش. حق نداره راحت سوار هواپیما بشه، خلبانه سوار هواپیما بشه بره مادرش رو باریس ببینه. از 400 تا تونل باید رد بشه تا بتونه بره مادرش ببینه، یا مادرش رو بیاد ببینه. اولی از شعبانو فرح پهلوی، اولی آزادی که در همین امریکا تشریف فرما میشدن به عنوان شهبانو ایران فرش قرمزی رو پاش مینداختن. کدوم کاخی در جهان بود که اولی آزاد تشریف نبردن؟ پاریس، لندن، مسکو، کجا ملکه شرق تشریف بردن؟ پکن. رهبر چین در برابر ملکه ایران سر تعظیم فرود آورد، رهبر قوی ترین ارتش نیروی زمینی جهان. حالا وارد امریکا میشه ویزا باید بهش بدیم؟ کنترلش کنیم؟ یادمون رفته 7-8 سال پیش اولیازاد تشریف آوردن کنترلش کردی اون زن پلیسه که دستور داده بود هاش حسین اوباما از مسلمان ها وارد میشن باید کنترلشون بکنی؟ اولیازاد ما رو کنترل میکنی. حقتونه، ما بی غیرتیم، ما بی غیرتیم. اگه غیرت داشتیم شاهمون رو بیرون نمی کردیم، اگه غیرت داشتیم باید میمردیم که اون نمیره. اگر غیرت داشتیم باید ثابت میکردیم سربازیم، سرباز نبودیم دروغ میگفتیم، الکی میرفتیم جلوش میزدیم بالا آزادو شاهنشو چاخان بخان بود، دروغ بود. از 100 تاشون 90 تاشون جیگر نداشتن. راحت بهتون بگم جیگرداراشو کشتن. بقیه هم یه عده‌شون که موفق شدن درن یا ترورشون کردن یا بهشون گفتن تکون بخوری میکشیمتون، دست تنها شدن. بچه‌های تیمسار مملکت ما پدراشون رو اعدام کردن تو ایران. ایوه الناس، بچه تیمسار مملکت پدرش رو اعدام کردن تو ایران، رفته ایران مال و اموال رو گرفته اومده تو مکزیک و تو امریکا کارخونه زده. خاک بر اون سر بی غیرتتون. یعنی من برم خونبهای پدرمو بگیرم بیام به پدر من؟ هیچکی نه پدر منو نه کشتن، نه من تا انتقام بابامو از آخون نگیرم ول نمیکنم، ساکت نمیشینم. که 30 سال 20 سال تا اون موقع که پدرم تا سال 2000 که زنده بود زندگی رو به پدرم از زهر کردیم، به اندازه که پدر به پدرم از زندگی رو زهر کردیم، زهرم هم کنم تو دهن علی شیره‌ای. بچه های تیم سال به من 5 تا اسم 5 تا بچه امیر مملکت رو بگین که اومده جلو خمینی 40 ساله وایستاده. پسر تیم سال مملکت ما رو نگاه میگه من میخوام با قاتل پدرم صحبت کنم. از چی برم بگم؟ از چی دیگه بگم؟ تازه تیتروار دارم میگم و میرم. اسم 5 تا فرزند امیر ارتش شاهنشاهی رو در تمام یگانهای زمینی، دریایی، هوایی، ژاندارمری، هر جا که لباس ارتشی تنشون، اسم 5 امیر فرزند امیر ارتش شاهنشاهی رو بگید که اومد خارج از کشور و فعالیت سیاسی کرد. از شرف خودشون حفاظت و محافظت کرده. سرمایه‌داری مملکت ما رو نگاه، دولتی سر شاهنشاه آریامهر آقا شد خیام، چیز کرد کارخونه پیکان زد، اون یکی کارخونه ارج زد، اون یکی کارخونه مینو زد، اون یکی کارخونه آزمایش زد، اون یکی کارخونه کفش زد، اون یکی کارخونه هر چی کارخونه کار میلیاردر شدن. آقا مالمون رو مصادره کردن. یعنی تو اینقدر تو گدا گشته شدی دیگه. اینقدر شرف ندارن پشت خط بیان بگن آقا این تلویزیون بالاخره داره فعالیت میکنه اینا، آقا این 50000 تا، آقای وطنخواه این 50000 تا، این 100000 تا، اینو بذار کنار به خاطر پول هات برد یک سال خیال دست هات بت راحت باشه، بقیه‌اش هم دیگه از یه جور کن.
اصلا نعوذ بالله همشون رفتن ایران اومده کارخونه هاشون و زمین هاشون حداقل بفروشن. من بهتون میگم هیچ کشوری در دنیا به اندازه کشور ایران خائن نداره. سر سک میزنی خائن میاد بیرون. آنچه که پدر ما رو در آورد خیانت بود، آنچه که پدر ملت ایران رو در آورد خیانت بود. به رضا شاه خیانت کردن، به شاهنشاه آریامهر خیانت کردن، به پسرش رضا پهلوی خیانت کردن، به شهبانو فرح پهلوی خیانت کردن، به کل خاندان پهلوی خیانت کردن، پولاشون رو خوردن، فحاشی بهشون کردن، به امیرکبیر خیانت شد، به نادر خیانت شد، به یزگرد سوم خیانت شد، به داریوش سوم خیانت شد، به داریوش بزرگ خیانت شد، به خسرو پرویز خیانت شد، خیانت، به بابک خیانت شد، خیانت، به ستارخان و باقرخان خیانت شد، پدر ما رو خیانت داره و سر سک میزنی خائن میاد بیرون. چپ میری راست میری خائن میاد بیرون. آقا نگاه کنه دیگه، کور که نیست، نگاه کنه دیگه، خارج از کشور تمام تلویزیون های فارسی زبان همه شون پشت بایدن وایسادن. همه رو من کنترل کردم، همه رو کنترل کردم. بچه ها تو مالی تو این کانال، تو مالی تو این کانال، چه خبر کنم خصوصی هیچ. اصلا دو سه تا اصلا لندنی ها خفه خونه مرگ گرفتن. یه چیزایی میگن که یعنی مثلا ما هم میگیم، ولی ما که بچه نیستیم که قشنگ لحنش مثل تلویزیون آلمان قشنگ لحنش مشخصه که نکنه ترامپ بشه، نکنه تمامشون منتظرن که اعلام بشه بایدن قهرمان خوشبختی شد. میدونید جهان چه جشنی میگیره؟ به خدا قسم گور پدر کرونا و همه چی، بهتون قول میدم قلقله بشه تمام دنیا جشن میگیره، مثل جریان کریسمس هست سر سال میشه ترق مرق میترکونه. به خدا بهتون قول میدم. چرا؟ چون یه آدم با شرفی اومده میگه آقا بسه، بس، دنیا به گند کشیده شده، دنیا رو به لجن کشیدی بابا، رفتید به آخوندها تروریستن، آخوندها دارن ازتون باج میگیرن. مرد جنو نرفتی تو کاخ سفید، میگه من برم تو کاخ سفید برجامو برمیگردونم. بله ما گفتگو باید بکنیم. گفتگو با کی؟ تمام این آدم کشی ها رو میبینی تو اتریش، آدم کشی ها رو میبینی، سرباری ها رو میبینی، تمامشون کار خودشونه. میدونی چرا؟ بگم با ترامپ اومده دنیا رو کرده اگریسیو، همه اگریسیو شدن، همه وحشی شدن، همه میخوان انتقام بگیرن. چه انتقامی بگیرم؟ اکی انتقام بگیرم؟ شماها پدر سوریه رو در آوردی، این که اومده سوریه رو ساکت کرده. شما به اردوغان پا رو بردادی، این که به اردوغان میگه خفشه بذار سر جا، چرا کرد داره میکشی؟ چرا لشکر کشی میکنی تو عراق؟ چرا لشکر کشی میکنی تو ترکیه؟ کی به کی اردوغان رو گردن کلوف کرد؟ شما پدر سوخته ها، کی رفت تو مسجد ترکیه نشست روسری گذاشت بغل دستش تو مسجد استانبول؟ عجوزه انگلیس. کی رفت تا کمر خم شد در برابر عرب پادشاه عربستان سعودی؟ تا کمر خم شد حاج حسین اوباما؟ دروغ نمیگم، عکساش هست. کی کمر خم کرد در برابر جمهوری اسلامی؟ جان کری وزیر امور خارجه حاج حسین اوباما؟ چرا این اومده میگه من باج نمیدم؟ خفه بمیرید، فلون فلون شده. من امریکا به تو باج بدم؟ به تو آخوند کسافت روزخون باج بدم؟ پدر به دست افتادن در میان، اینقدر تحریمت میکنن که ملت از گرسنگی برسید خیابون، پدرت هم در میان، لشکر کشی هم نمیکنه. دو تا سوسمارا ما آوردم تو خلیج فارس، جرأت داری حرف بزن تو پدر به دست خدا در بیار مردو زنده بیام جلو چشمه؟ چون آدم مقتدریه. بعد تن لشا میان جلو دوربین میشینن مثل حسین لجن، حسین چاقوکش میان اونجا میشینن، اینا مظلومه به من، به بایدن رای میدم. زن حمید پا انداز، وای وای، خود به شرافت بشری سوگند، معصوم قمی در برابر این دکترا داره، نسرین ستوده در برابر این فوق دکترا داره، نرگس محمدی پروفسوره. مقایسه میکنی با زن حمید پااندازی؟ بابا اصلا پااندازی دارن میکنن، شبا دارن هم با هم دیگه پاسکاری میکنن. بابا مای گاد، بابا چی بگم بابا، خیلی کسافت کاریه. من الکی نمیگم لجنجلس، خیلی لجنه. من انقدر خبر از این لجنجلس دارم، اصلا لجنم کمه بگم، لجنم کمه بگم. نمیدونی چه خبره، چه کسافت خونه ایه. خب طبیعیه، طبیعیه که کثافت عاشق کثافت میشه دیگه، کثافت عاشق نظافت که نمیشه که. جناب مهندس شماره 6 و 7 رو لطف بفرمایید. جناب مهندس معذرت میخوام شماره 11 رو خوب گوش کنید. اما شماره 11 رو براتون پخش میکنم. این روح الله الموسوی الخمینی کجاست؟ نوفل شاتو بغلسش کیه؟ ابراهیم یزدی. خدمت تا خیانت یادمونم نره، کارمونم بکنید. بچه‌ها زنگم بزنید لطفا. بغلزش ابراهیم یزدیه. خبرنگار ببینید چه سوالی میکنه، خمینی چه جواب میده. دنیا از تروریست، جیمی کارتر بنیانگذار تروریست اسلامی بود، جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس حمایت کرد، یعنی اون تروریست رو آورد به ایران، هلموت شمید ایستاد پشت تروریست،
ژیسکارد استان افتاد پشت تروریست. رسما مرجع داره میگه آره من گفتم مهیا بشید، همه مهیا بشن و مهیاها بشن و همیشه مهیا بشین، یعنی بریم مسلح بشین با شانرف حمله کنیم به ارتشش، و کردن. از فلسطین اومد، از فلسطین وارد ایران شد، از لبنان وارد ایران شد، از عراق وارد ایران شد، اسلحه تا دلت بخواد زدن. روزی 10 تا سرباز و درجه ارتشی رو میکشتن، افسر ارتشی رو میکشتن، افسر شهربانی رو کشتن جلو چشم خود من تو خیابون فاطمی پارک فرع که مستقیم میره میخور به امیرآباد. افسر پلیس رو مال راهنمایی رانندگی از سلطان یکو دو نفر هاشون با تیر زدنش که من وحشت کردم. برای اولین بار با پدرم تو ماشین برای اولین بار میدیدم، واقعا بهتون میگم وحشت کردم. ها یادم یه چیز صدایی من یه چیز خورد زمین که حتی پدرم دیگه نذاشت من صحنه رو ببینم، پیچید رفتم تو امیرآباد باشم از جمشیدآباد میرم. جناب مهندس لطف موعد بفرمایید شماره 11 رو گوش کنید ملت. دکتر ابراهیم یزدی. The Shah's government reported yesterday that it had found caches of arms in two Iranian cities. You then have arms, is that true? دولت شاه گفته است که ما در دو تا از شهرهای ایران مقادیر اسلحه کشف کردیم. آیا این به معنی است که شما و طرفدارتون اسلحه جمع آوری کردید؟ طرفداران ما مشغول هستن برای مهیا شدن در مقابل ظلم. لکن حالا راست بگد دولت ایران اون رو من نمیدانم. My followers are preparing themselves for that confrontation. But however, whether the Shah's government is telling the truth about their discovery or not, I cannot confirm it. Ayatollah, do you know yourself whether your followers are armed? آیا خود شما آیت الله مطلع هستید که طرفداراتون مسلح شدند؟ به ما گفتند که ما میخواییم مهیا بشیم، من هم اجازه مهیا شدن را دادم. They have told me that they are getting prepared and I have given the permission to prepare themselves. Which means getting arms. که به معنای اینه که اسلحه جمع‌آوری بکنه. بله. Yes. سپاس جناب مهندس یاوش ایرامی، لطف اومد که من اسامی بچه ها رو بگم. بانو آذر مریلند 50 دلار، سپاس از شما لطف محبت کردید. بانو نرگس نروژ 100 دلار، سپاس از شما لطف کردید. بانوی ناشناس از لس آنجلس 30 دلار، سپاس از شما بانوی ناشناس. نیکولاس سوئد 40 دلار، دست درد نکنه نیکولاس عزیز، این بار دوم نیکولاس لطف میکنه از سوئد 40 دلار، دست درد نکنه. برای هر نفس رضا احمدی و میهن پرستان اسم ندادم، لطف محبت میکنی قربونت برم، همه میهن پرستان پرنفس باشن. ماهیانه 300 دلار، دست درد نکنه، خیلی ازت ممنونم. نمیدونم کی هستی کجا هستی ولی هر کی هستی دمت گرم، خیلی ازت ممنونم، لطف محبت کردی، امیدوارم سلامت باشی. ماهیانه 300 دلار عضو تیم میهن پرستان. آقای رامتین اورنج کانتی 50 دلار، دست درد نکنه رامتین عزیز ما، لطف محبت کرده. آقا فرشیدم آلمان 10 یورو. بچه خیلی کمه، زنگ بزنید راحت بهتون بگم خیلی کمه، وقت داریم یه ساعتی وقت داریم، زنگ بزنید دستتون درد نکنه. فیلمو دیدی؟ عراقچی رو دیدی؟ دزدی رو دیدی؟ اون دزدی رو دیدید؟ عکس‌ها رو دیدید؟ این عکسایی که دیدید، این نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور کنونی، اینا کنونی هم دیگه، مال گوادالوپ که نبود، اینا نواهای اونا. یعنی امروز بوریس جانسون کیه؟ پدرش کی بوده؟ جیمز کالاهان بوده، نخست وزیر انگلیس 1978. ماکرون الان تو فرانسه تو اون کاخ ریزه الیزه، خیلی تیزه خیلی لیزه. این الان نوه کیه؟ نوه ژیسکارد استان. بقیه‌شون هم همین تنه لشا. همین مرکل دختر کیه؟ هلموت شمیت 78 تو آلمان، چپ آلمان. خب حاج حسین اوباما نوه کیه؟ جیمی کارتر. دیدون فیلم ها رو، عکس ها رو، عکس عراقچی رو دیدین؟ اون عرازل اوباشی که امثال عراقچی ها رو، امثال قالیباف ها رو، امثال این تنلش ها رو به کشور ما آوردند، اونها خوردند و چاپیدن و رفتند و به اندازه کافی گوشتن کنار، حالا بازی رو دادن به دست عراقچی ها. حالا
این نواهای اشمیت و فلان اینا اومدن میگن که ادامه بدید، ما پشتتون، خیالتون راحت باشین، از این توپ و تشرا نترسین، ما پشتتون وایسادیم. از چی حمایت کردن اونا؟ از این خمینی که این بیمار روانی که دید الان گفت مهیا بشه، مهیا میکنیم، همیشه مهیاها بشه و همیشه چیزها بشه. اینم سند. خب حالا نگاه کنید، این مجموعه دست به دست هم داده که چیکار بکنه؟ جناب مهندس لطفاً بعد بفهمید 6 و 7 نشون دادم، بازم نشون میدم، هزار دفعه دیگه هم نشون میدم، انقدر نشون میدم تا این درد دل منو شما هم پیدا بکنید، این دلی که از من سوخته شما هم دلتون بسوزه، بلکه من یه کاری بکنم شما میام براتون دل و جگرتون بسوزه. خیلی بی غیرتمون کردن. ببین شما مملکت من داره چجوری حرف میزنن تو بونگای لجن پراکنی بی بی سی، دو تا تنه لش. جناب مهندس لطفاً محبت بفرمایید شما رو 6 و 7 گفتید بله. اون 28 درصدی که در حقیقت واجد شرایط رای دهی بودند و در ایران رأی ندادند، کسانی هستند که یک روش آگاهانه رو در حقیقت انتخاب کردند، نه گفتند، دست رد بر سینه حاکمیت زدند. چقدر از نظر شما همه این افراد افرادی هستند که به حرف شما گوش داده باشند؟ شما اشاره کردید که از نظر شما مشارکت در مثلا فعالیت سیاسی نظیر انتخابات فایده ای نداره. خب این انتخابات انتخاباتی است که نتیجهش رو خیلی ها پیش بینی نمی کردند. فکر نمی کنید که شاید از جهتی نشون داد که ارزیابی شما ارزیابی درستی نبوده؟ شاهزاده شما نباید اینم از نظر دور داشته باشین که مثلا در آمریکا، در خیلی از کشورهای اروپایی مشارکت حتی کمتر از اینه. در بهترین دموکراسی هایی که از اونها تحت عنوان دموکراسی های الگو یاد میشه، گاهی وقتا مشارکت 30% و 40% دولتی تشکیل میشه که دموکراتیک هم خونده میشه. سوال مشخص من در ابتدا از شما این بود که این افرادی که شرکت نکردند از نظر شما تا چه اندازه اینها آگاهانه حرکتی رو انتخاب کردن که از که شما از اون تعبیر به نیه به حاکمیت کردید؟ در خیلی از کشورها، مثلا در بعضی از کشورها، من تصدیق کنم حرف شما رو. شما اشاره کردید که در بعضی از کشورها داریم که مردم مجبورن رأی بدن، اگر رأی ندن غیر قانونیه. مطالباتی که شما بهشون اشاره میکنید در بیانیه‌های متعدد شما هم بر روشون تاکید شده، میتونه از چند راه خیلی ساده برآورده بشه، یا مشارکت در مثلا پروسه‌های سیاسی مثل انتخابات، یا اینکه رفتن به سمت نافرمانی و حرکت‌های رادیکال. اگر این سازوکار انتخاباتی رو اونطور که گفتید قبول ندارید، باید به سمت حرکت‌های رادیکال رفت. شما اشاره کردید که این حکومت رو اصلاح‌پذیر نمی‌دونید، ولی در خط آخر همین بیان شما میگید که با اراده ملی، با فلسفه آشتی ملی برای دستیابی به آرمان‌های ملی. اگر آشتی ملی است که به هر حال عده‌ای از ملت ایران شاید هواخواه، هوادار یا همراه با این حکومت باشند، امیدوارید که واقعا مردم ایران نوع نظام آینده رو نظام سلطنت مشروطه دوباره بخواهند. اصلا ربطی به این بحث نداره. اگه شما من از این سوال منه که شما چقدر امیدوار. خب به هر حال شما برای من مهم نیست، با این ظرفیت وارد برای من اصلا شکل نظام برای من مهم نیست، محتوای نظام همیشه شما براتون مهم نیست که آینده نظام سلطنتی باشه یا جمهوری دموکراتیک باشه. حالا چه جمهوری چه مشروطه است، اون تصمیم مردم. شما چی میشه؟ شما یعنی تو این وسط برفرض که مردم رأی ندادن به نظام سلطنتی، شهروند من هستم، به یه رای برای خدمت شما میگین که من میخوام مدافع و وکیل مردم باشم، به چه شکلی میخواین این به اصطلاح وکالت مردم رو اجرا بکنین؟ اگر که اونو اون موقع بهش میرسم فکر کنم که کجا میتونم موثر باشم. الان میدونم در چی میتونم موثر باشم. یعنی الان قطعاً شما میتونین بگین تمام این تلاش ها برای این که فراهم کردن شرایط در ایران باشه که احیانا شما ممکنه فکر بکنین مردم رأی بدن به بازگشت نظام سلطنتی به ایران. ببینید شما دارین 4 قدم بعد رو مطرح میکنید، من الان دارم میگم ملت ایران. من سوالم اینه که هدف فعلی شما این هست یا نیست؟ من دارم سعی میکنم جواب بدم. خواهش میکنم. ببینید تمام حرف اینجاست، آیا مردم ایران در حال حاضر حق انتخاب آزادانه برای تعیین سرنوشت خودشون رو دارن یا آریس یا نه؟ جواب نست. برای اینکه به این حق برسن شرایطی باز فراهم بشه. هدف من و با همکاری با هر نیرویی که امروز میتونه در قالب این شورا معرف یه راهکاری باشه و یه استراتژی و یک کمپین برای رسیدن به اون شرایط، این هست که به اون شرایط برسیم.
نه وکالتی از طرف مردم ایران ما داریم، نه ادعای نمایندگی مردم رو میکنیم. تنها اینو میگیم اون روزی که شرایط انتخابات آزاد شد، کار تحویل داده میشه به نمایندگان منتخب مردم که قاعدتا در یک مجلس مؤسسانی بایستی تصمیم گیری های در رابطه با تعیین آینده کشور، قانون اساسی، شکل نظام، همین چیزها رو در اختیار یک انتخاب آزاد مردم بگذارن. سپاس جناب مهندس سیاوش گرامی، لطف موبت کردیم. خانم آقای ملاتو فرمودید دیدی اصلا شاه مملکت رو آوردن باش مصاحبه کنن یا محاکمه کنن. همین کارو در زمان شاهنشاه آریامهر با پادشاه مملکت هم میکردن. خبرنگار بنگاه لجن پراکنی بی بی سی و سایر بنگاه لجن پراکنی میومدن تو کاخ نیاوران که ماها وای میسادن تو صف که دولت شاهنشاهی، دربار شاهنشاهی واسه اینا ترمین بذاره، به اصطلاح وقت بذاره که آقا مثلا شما ساعت فلان روز فلان تشریف برید، مثلا دو ساعت اجازه مصاحبه دارید، یک ساعت اجازه مصاحبه دارید. به هر حال شاه مملکت که ممدلی چرتلی شاه که نبود اونجا بشینه و خیلی اون بکشه، کار زندگی داشت. به هر حال ایشون وقت میذاش، احترام میذاش به این تن لچای عرازل و اوباش. آقای شاهنشاه بله شما کاختون گرونتر از کاخ جیمز کالاهانه. تو اومدی کاخ منه میخواید بخری؟ اومدی مگه تو بساز بفروشی؟ خبرنگار هندی که اگه شانشان یا بره کمک بلعوض بهشون نمیکرد دیگه موشم گیرش نمیومد بخوره. اومده یس کلو بل این تیبل ولی نایس آن وی کنید مجان جال یا من گلوی سبک فلون فلون شده دک و پوزتو جمع کن. تو هنوز کشور تاریخ استقلال داره، هنوز جای پرچم انگلیس رو پرچم هند چسبیده، چرا داری چرت و پرت میگی؟ دستور انگلیس آقا برید اینا رو سوال کنید، چاپش کنید تو دنیا. خب چرا اونا رو چاپ میکردین و پخش میکردین تو دنیا؟ بعد چرا حرفای الازاده پخش میکردین تو دنیا؟ چرا نمیومدید که وقت شاهنشاه آریامهر داشت صحبت تو فرمایشاتشون به جهانیان اعلام میکردن که جهان داره به سوی فقر میره؟ چرا شاهنشاه میومد اعلام میکردن که فرزند کمتر زندگی بهتر؟ چرا اینو پخش نمیکردی تو دنیا؟ آقا اگه فرزند کمتر زندگی بهتر مثلا خودت چرا چهار تا بچه داری؟ بیشور حرف عمومیه، حرف بگه خصوصیه که مثلا خودشو زن و بچهش بگه. داره جهانو داره نصیحت میکنه، یعنی جهان اسلام مردشون اون قیافتونو ببره که در هر خونه ای رو تو که آفریقا خونه که چه از در هر لونه ای رو باب کنه 400 بچه از اون تو. خب این غذا میخواد، این بهداشت میخواد، این آموزش و پرورش میخواد، این آینده میخواد، ورزش میخواد، تفریح میخواد، این با این. خب بعد آخرش چی میشه؟ آخرش میشه که 1990 جهان بیاد اعلام بکنه آقا رسیدیم به مرز 7 میلیارد، حالا چه خاکی میخوای سرتون بریزین؟ ها؟ چرا به حرفای اعلیحضرت گوش نمیکردین؟ چرا وقتی اعلیحضرت رو دعوت میکردید ایشون تشریف میوردن برلین براش تظاهر؟ چاخون پاخانه که را مینداختی امثالی که همین حسین چاخوکش که مال کنفدراسیون بود تو خونش رفت و آمد میکردن تمام چپی ها تو شهر کل تو آپارتمانش. مگه نهی بردم؟ مگه پخش نکردم خان بابا تهرانی رو هفته پیش؟ مگه پخش نکردم حرف خود خان بابا تهرانی که تو رادیوی فارسی زبان چین در پکن چند سال بر علی شاهنشاه آریامهر داشت چیز میکرد، اعلام جنگ مسلحانه کردن که آقا حمله کنید به پادگان ها و چریک بازی در بیارین و چگوارا بازی در بیارین. خنفه سیاه کل چشی درست شد؟ خب هم دستورات اینا بود دیگه. چرا به حرفای اعلیحضرت گوش نمیکردی؟ چرا وقتی اعلیحضرت میفرمودن فرزند کمتر زندگی بهتر مسخره میکردی؟ چرا وقتی اعلیحضرت میفرمودن ما باید به فکر صلح جهانی باشیم، ما در فکر بمب اتم نیستیم، مگه شاه نمیتونه صاحب بمب اتم بشه؟ مگه خودتون نیومدین التماس کردین در خونهشون؟ مگه همین ژاک شیراک مگه نیومد التماس کرد به شاه؟ هنوز نخست وزیر هم نبود، رئیس جمهور هم نبود، هیچ پخی هم نبود، مگه نیومدین؟ مگه التماس نمیکردین به شاه؟ مگه دولت فرانسه التماس نمیکرد به شاه؟ مگه همین دولت آلمان ویلیبران، مگه ویلیبران به شاهنشاه نگفت ما برای چیز اتمی شما، نیروگاه اتمی شما حاضریم، هر قیمتی رو هر جا بگن ما چند درصد بیاریم پایین؟ 10% بیاریم پایین. چرا شاه قبول نمیشه؟ گفت نه من نیروگاه اتمی واسه برق میخوام. شاه نمیتونست؟ امریکا که التماس میکرد که به شاه بمب اتم بده اصلا. دروغ نمیگم، نیکسون، جانسون، دروغ نمیگم، از زمان کندی حرفش بود، دروغ نیست، اسنادش هست. پس چرا شانشا باشده اومده از نیروگاه اتمی شما بازدید میکنه؟ چرا پس شانشا آریامهر میاد پس ناسا بازدید میکنه؟ خب میکنه شانشا نمیتونست سرمایه گذاری بکنه؟ یه دونه موشک ما بفرستیم بالا الکی بره دور کره مریخ، حداقل یه دور کره ما یه دوری بزنه؟
که اسم ما هم تو دنیا مطرح بشه؟ نمیتونه. مثلا ما چیمونه ژاپنیا کمتر بود؟ چرا اونا نظر تنگ هم ما که نظرمونم بازه که، دست بالمونم که خیلی بازه، اونتا در پیکر مملکتمونم بازه، اونتا در پیکر مملکتشون بسته. آه؟ چرا به حرفای شانشا گوش نمیکنین؟ چرا میشستین توی مطبوعاتتون مدام شانشا رو مورد انتقاد قرار میدین؟ انتقادی که توامه با تمسخر بود. چرا؟ به خاطری که شاه دنبال صلح بود و شماها نمیخواستید. بعد از هزار که خود اعلیحضرت به خبرنگار بنگاه لجن پراکنی بی بی سی مگه نفرمودن ورشکسته میشوید؟ بارها پخشش کردیم، همتون هم شنیدید. ورشکسته میشید با این شرایطی که انگلیس گرفته، ورشکسته میشید. گفت منظورتون ما نمیفهم ورشکسته یعنی چی. گفت اعلیحضرت فهمیدن از بین میرید، اقتصادتون منفجر میشه. خبرنگار گفت منفجر میشه یعنی چی؟ گفت ورشکسته میشین بابا، شما داری با پول ملت دنیا داری زندگی میکنی. شما انگلیسا عادت کردین از دسترنج دیگران مثل انگلی که زیر پشم گوسفنده، زیر شکم گوسفنده، شما عادت کردین مثل انگل با حقوق دیگران زندگی کنی. زرچوبه تو از هند میدوزی، چوبه تو از برمه میدوزی، نفت و گاز تو در خاورمیانه میدوزی، طلا جواهرات منو دزدیدی. بابا شما دزدین، دزدان دریایی هستین. آخه تو کی میخوای دزدی کنی؟ بعد دنیا رو ول کردین، بعد میگین که ما آقای دنیایی. خب بی پدر و مادر، اگه تو آقای دنیایی خب بعد حواست به دنیا باشه. دنیا هم تو سرش گذاشته رو لافت و شک و همینطور دارن تولید مثل میکنه، مثل این پدر خانواده نشسته تریاک و گذاشته جلوش، مثل بهرام شطور داره میکشه، بعد میگه چرا بچه های من هرزه شدن. خب پیش نماز که فلان بکنه، خب پس نماز که دیگه هیچی دیگه، بعد پس بده. خب شما که ادعا میکنی میگی ما آقای جهانیم و ما رئیس جهانیم، شما که خودتون دنیا رو خودتون به ترکمون زدین تو دنیا. کی جمعیت جهان رو بعد از جنگ جهانی دوم رسوند به 7 میلیارد، اونم بدون قاعده؟ چرا آفریقا رو جلوشو نگرفتین؟ ها من بهتون میگم چرا. چون من مثل حزب مشروطه نیستم بی سواد باشم بعد بگم بیا جلسه بذاریم اسم زیر اسمم برسن دکتر فلانی مهندس فلانی، دکتر فلانی مهندس فلانی. آقا اینها راه شاهزاده رو نمیرن. شاهزاده میگوید سکولار دموکرات، سکولاریست، سکولاریست فلان، اینا فقط میگن ایش شاه خداست. آقا جان حرف ما چیز دیگه، حرف میهن پرستی است، حرف عشق به ایران. چرا سر میری زیر کت رضا پهلوی؟ اصلا شما چیکار این آقا دارین؟ مگه من دارم حرف میزنم رفتم زیر کت رضا پهلوی قایم شدم؟ شما طرفدارشی، منم طرفدارشم، تموم شده رفت. من یه جوری این آقا رو میپرستم، دوستش دارم. تو اونجوری که دوستش داری برو بپرست، شد اصلا نپرستش، اصلا برو بهش بگو رضا پهلوی. من سننه، من میخوام بهش بگم اعلیحضرت به تو چه، من تو فضولی، تو رو سننه، چرا دردت میاد من بهش میگم اعلیحضرت؟ دنیا رو نتونستید درست کنترل کنید. حرف ما حرف میهن پرستیه، حرف ما اینه که شماها نشستین به عنوان رؤسای جهان دنیا رو به لجن کشیدید. چرا آفریقا جمعیت زیاد شد؟ به خاطر اینکه احتیاج به نیروی کار داشتید. چرا احتیاج به نیروی کار داشتین؟ چون دانشمنداتون رفتن زیر زمین محاسبه کردن 30 سال دیگه نسلای آینده ما دیگه همت کار نداره. چرا نداره؟ چون ولشتاند، یعنی کیفیت زندگی در اروپا داره میاد بالا، داره میاد بالا. دیگه من جوان آلمانی رو نمیتونم بفرستم تو کارخونه، از 100 تاش 2 تاش میره تو کارخونه ها کار میکنه. دیگه به جوان آلمانی نمیتونم بگم برو تو جنگل چوب ببر. دیگه به جوان آلمانی، به جوان فرانسوی، به جوان هلندی، دانمارکی، سوئدی دیگه نمیتونم بگم برو زیر زمینا زغال سنگ بیار بیرون. کی باید این کارو بکنه؟ جوان آفریقایی. کی باید این کارو بکنه؟ جوان جهان سوم، افغانستان، پاکستان، هندوستان، تایلند، لاوس، کامبوج، برمه، همه کشورها، غنا، چاد، موزامبیک و و و و و تمام نیکاراگوئه، پرو، شیلی، همه این کشورهایی که ما بهش میگیم جهان سوم و بدبخت کردن، اینا جهان سومش کردن، بدبختش کردن. اصلا کی طبقه بندی کرده؟ کی طبقه بندی کرده میگه جهان اول و دوم و سوم؟ بعد طبقه بندی هاشون هم دروغه، طبقه بندی هاشون هم دروغه. اساسا این طبقه بندی هاشون هم بر اساس علم نیست، چرت و پرت میگن، دروغ میگن. اول و دوم و سوم، بعد نمیگن جهان دوم، که جهان اول، جهان سوم، بعد جهان دوم دست کلنگه، بعد نمیگن جهان دوم، جهان در حال توسعه، جهان در حال پیشرفت، جهان در حال توسعه، جهان در حال پیشرفت تعریف داره. چرا داری پرت بلا میگی؟ چرا داری چرت و پرت میگی؟ چرا خانم همه مثل خودو بیشورن؟ خب بعد وقتی که شاهنشاهی امیر میفرمایند که آقا جان فرزند کمتر زندگی بهتر، ول کردن تو آفریقا، هر کی به وسع خودش 400 تا بچه داد بیرون، زنا شده بودن ماشین چوچی کشید. هندوستان در خونه ها رو بار میکنید 500 بچه میاد بیرون. کار به کوچه کشید. 1990-91 سازمان جهانی اعلام کرد، سازمان ملل اعلام کرد آقا جمعیت جهان به حالت انفجاری رسیده. از سال 90 دارن زنگ خطر میزنن. چندی الان 2020، یعنی چند سال، 30 سال پیش.
بعد 30 سال کار به کجا میکشه؟ آقا نمیتونیم کنترل کنیم کرونا رو بدیم بیرون. کرونا کاری یه شبه نبوده. آقا ایدز رو بدیم بیرون. چقدر میتونیم بکشیم با کرونا و ایدز؟ چقدر میتونیم بکشیم؟ 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون، چقدر تخمین زدیم؟ کار به اینا نیست. 5 میلیون میکشین 40 میلیون میاد دو مرتبه تولید مس میشه. حساب آمار دیگه من که از جیب خودم در نمیوردم که هر 100 تایی که میمیره 1000 تا داره متولد میشه. جلو تولدو باید بگیرین. شما چرا اومدین دارین آدم کشی میکنین؟ چون ذاتتون آدم کشه، چون بلد نیستی. شما ادای سیاست مداران جهان رو در میارید، چون سیاست مدار نیستید. یه مش دزدید که میایین تو کاخا میشینید 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال مثل پوتین 20 سال، بعد 20 سال هم یا میبرید یا ترور میشید یا سرطانیتون میکنن یه چیزی میشه میره تموم شده. من 20 سال موندم، 20 سال چاپیدم و خوردم و رفتم، جهان چی میشه؟ ما باید به فکر نسل‌های آینده باشیم، از الان باید به فکر کره زمین باشیم، به فکر آب و هوا باشیم. دروغو لعنت به پدر و مادرش. شما به فکر کره زمین هستین؟ دیگه یخی سالم مونده تو قطب شما؟ دیگه من هیچی بلد نباشم یه دوز جغرافیایی بلدم که میزان درجه حرارت در از سال 1900 همین 1978 تا سال 2020 همین 40 سالی که کشور ما رو زدین در بداغون کردین، میزان درجه حرارت از 1978 تا الان در قطب شمال، کور پدر کره زمین، من فقط قطب شمال رو دارم میگه، چقدر تفاوت کرده. چند صد متر قطر یخا آب شده، چند صد متر، نه چند ده متر. اقیانوس منجمد شمالی به چی تبدیل شده؟ اقیانوس منجمد جنوبی به چی تبدیل شده؟ اون دیگه منجمده، اون چیش منجمده؟ اون دیگه شده سوپ، شده آبگوش. چرا؟ زیر دریای اتمیتون دیگه، اون زیر جا نداری، جا نداری دیگه. زیر دریای اتمی با چی داره را میره؟ با سوخت اتمی. سوخت اتمی چیکار میکنه؟ فضا رو آلوده میکنه. چطور از موقعی که کرونا بازی رو انداختین یه ذره شرایط آب و هوای جهان درست شده؟ چرا؟ چون پرواز هواپیماها کم شده. به خاطر همین دولت آلمان همین امروز اعلام کرد که درصد سرطان تو آلمان از 6 ماه گذشته 1.5 تا نزدیک 2% اومده پایین. چرا؟ به دلیل اینکه آب و هوا تقریبا 1% داره حالت عادی پیدا میکنه. کی کرده اینا رو؟ شما. چرا؟ چون جهان صنعتی فقط میخواد بچاپه. فقط به فکر رقابتی. بیچیش اورز باید قهرمان خوشبختی بشه، بزنی سر لوفتانزا. لوفتانزا باید قهرمان بشه، بزن سر ایر فرانس. ایر فرانس نذارید بشه آلیتالیا. آلیتالیا مواظب باش، الان سوئیس ایر مثلا 2000 تا پرواز اومده. عربا هم بلند میشن. ای بابا ما هم جا موندیم. آقا بله درست کن. ال دست کلنگ، ال محمد، ال عباس، ال نمیدونم فلان، ال بالا رو نگاه میکنی روزی 50 میلیون پرواز هوایی تو همون امریکا. هر کی میخواد از خونه ننش بره خونه عمش با هواپیما میره. سوختش از کجا تامین میشه؟ هنوز سوختای فسیلی. از کجا تامین میشه؟ خاورمیانه. خاورمیانه باید چیکار کنیم؟ بزن تو سرشون. به اون بگو شیعه، به اون بگو سنی، به اون بگو تو کردی، به اون بگو تو ترکی، به اون بگو تو عربی، به اون بگو تو عجمی. بزنیدم دیگه رو، بزنید بکشید. چقدر این بازی رو میخواین ادامه بدین؟ چقدر میخواین ادامه بدین؟ حقش در اومد دیگه. از 1970 که استارتش زدیم رسید به 78 که منفجر شد، 2020 ترکمون رو نگاه کن تو امریکا چه خبره. بدون تعارف چه لغت دیگه میخواین روش بزنین؟ چی میخواین؟ چی بهش میگین؟ میخواین بگین که ببینین چه افتضاح سیاسی اومده؟ من بلد نیستم از این چرت و پرتا بگم. من باید جوان مملکت رو تکون بدم مخشو. من نمیدونم باهاتون با لغت بازی کنم. سال 2020 دو تا رقیب سیاسی میخوان با هم رقابت بکنن، برن تو کاخ سفید مثل 40 سال پیش. این همه رئیس جمهور تو امریکا اومد و رفت، میخوام با هم رقابت بکنم. تقلب شده، بگیرینش. آی آژان، آی بگیرینش. ریختن تو خیابون. مرد بر ترام. اون میگه مرد بر جو بایدن. اون کلمات زش انگشتش میاره جلو، بزن با چوب. پرچم امریکا رو گرفته دست یارو که تو چرا طرفدار ترام به بابا این که دیگه پرچم امریکا دیگه پرچم ترام نیستی. با چوب شما خودن به جونم دیگه. حالا دولت امریکا ترسیده کسان چیزو اعلام بکنه، نتایج انتخاباتو اعلام بکنه. چرا؟ اگه بگه این برده اونا میرسن تو خیابون، اگه بگه اون برده اینا میرسن تو خیابون، بکش میشه امریکا. یه دست کلنگ هم گشتن اونجا، هر که میخواد وارد کشورش بشه اول یه زیارتی برای دور و یارو مجسمه بکنه. مجسمه آزادی مشعلش نگاه هنوز سرش روشنه. بابا ما هم بیدار شدیم، ما هم فهمیدیم چه خبره.
ما هم فهمیدیم چرا حمله کردید به ویتنام، ما هم فهمیدیم چرا کره رو تبدیل کردید به دو قسمت شمالی و جنوبی، ما هم فهمیدیم چرا فعلا تو دنیا همچنان اون باید بشه شمالی و جنوبی، ما هم فهمیدیم چرا دیوار کشیدین، چرا دیوار رو برداشتین، ما هم فهمیدیم چرا هیتلر رو علمش کردین و چرا خودتون یارو رو سر به نیستش کردین، همه فهمیدیم، ما هم فهمیدیم چرا اسرائیل اسرائیل شد، ما هم فهمیدیم چرا نذاشتیم فلسطین صاحب سرزمین بشه، اونجا باید بزن بزن باقی میمون تو منطقه سینا. بابا ما گاگول نیستیم. تموم شد اون موقع که پدرامون یه رادیو دو ترانزیستوری میگرفتن دستشون میرفتن طرف اتاق میگفت بین 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 اینجا صدای تموم شد. همین وسایلی که گذاشتین جلو دست خودمون شماها درستش کردین دادنش، ما هم آگاه شدیم، ما هم با شعور شدیم، ما هم فهمیدیم که قصه کوکاکولا چیه، فهمیدیم چرا کوکاکولا رو کردید تو حقوق جهانی ها. دیگه نذارین بازش کنم. فهمیدیم داریم، ما فهمیدیم جریان کرونا چیه، فهمیدیم میخوای یکی چیپ بکنه تو مخمون به جای سرنج یا رو پاد زهرش. بابا فهمیدیم. خیال نکنید ما مثل مردم خودتونم فهمیدن، خودشونو به خریت زدن، میترسن تا میگی پلیتیک میگه نو 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 نه 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 راجب سیاست نه، میترسن چون میدونن شما وحشی هستین، ترورشون میکنین، میکشیدشون، میکشین، به هیچ کی رحم نمیکنه. سی آی ای، اینتلیجنس سرویس، موساد، کاگبه، سازمان جاسوسی آلمان، به هیچ کی رحم نمیکنید. بابا خودتون دارین فیلماشو میسازین به ماها نشون میدین. جان اف کندی کی زد؟ عمه من زدش؟ یارو یه ذره دهنشو وا که چران زدینش که زنش و غلطش نفهمی. خودتون میدونین چرا حمله کردین به هیتلر، خودتون میدونین چرا اجازه دادید مرکه بیاد پاریس رو اشغال کنه، همه رو میدونی. بازی سر کاریم، انتخاباتتون هم سر کاریه، خودتون انتخاب کردین، خودتون میدونی کی باید بره اون تو، کی باید بیاد بیرون، همش بازی الکترول. جمع کنید کاس و کوزتونو، اونی که خیال میکنید ماهیم اون خودتونی. شما شاه ما رو بردین، شما کشور ما رو به این روز انداختین، شما ایران رو نابود کردین، شما خاورمیانه رو نابود کردین. ما چه دعوایی با اسرائیل داریم؟ اصلا مسلمون چه دعوایی با یهودی داره؟ ما چه دعوایی با عربستان داریم؟ ما چه دعوایی با عراق داریم؟ مگه همین عراق نیومد ایران صدام حسین تا کمر خم شو دست شاه رو بوسید؟ آقا اروندرود نوکر دمستم یه غلطی ما کردیم تموم شد، کشتی اون رد میشد، کشتی ما رد میشد، نه مرزی دیگه پروبلمی داشتیم، نه دعوایی داشتیم، نه تموم شد. یه دفعه 8 سال همون مرگر تیر کردین لازمش به جون ما، 2 میلیون از دو طرف کشته شو، تمام صنایع اقتصادی دو کشور 4 تا تیر و تخته درست کرده بودن، همه رو زدین در به داغون کردی، خداد میلیارد خسارت باشون دست دو تا کشور، 4 میلیون 5 میلیون جوان هر دو کشور آواره و معلولشون کردین و کورشون کردین و بی دست و باشون کردین و شیمیایی همین اتریش به دستک شیمیایی میفروخ به عراق، حالا 3 تا جوانش تو خیابون مرده، ببین چه علم شنگی نانداخته. خب بی پدر و مادره، کی علم کرد این جریانو؟ بعد بچه خوشگلت اومده اونجا ناین دست ایس ابا بربریسموس ناین ناین و زهر ما بربر جد و آبادت، بی پدر و مادر شما اینا رو این بلا سرشون آوردی که حالا جوانش باشه باشه بیاد اینجا روان پریش بشه. اصلاً کجا آورده بود اون تو روز روشن به اون راحتی تو خیابونا ویان مردم به رگبار ببنده؟ مگه تو شاب لازم داشته دین اندازه میکرده؟ من شهر ویانو خودم دیدم، شهر جاسوسی جهانو، به همین راحتی اصله به اون بزرگی میگه دوست راحت بری بزنی و بعد دوباره برگر به یکی دیگه بخوای یارو. بابا ما بیشور نیستیم، منتها بیش از کپونه طرف بزنی. همین منی که اینجوری هستم، پلیس آلمان میاد میگه که همسایه شکایت کرده گفته زیاد داد میزنی، بهم دارن میبرن اونجا تموم شد سر بریسم بکنم میرم تموم شد. میگه کی میاد دنبال جنازه؟ اصلا من کی هستم؟ دنبال پیکر شاه نرفتم. منتهای مراتب یه فرصتی به من دست داده، اون چی که به عقلم میرسه بهتون میگم که نشینی تو دنیاهای مجازی بهتون بگن. بعضی از سلطنت طلب ها هنوز در دنیاهای توهم هستن، توهم جد و آبادت مردشون رو قیافته ببرن، مردشون رو مخده ببرن، مجبور میگه قه هشیش بکشی بشینی پای تلگرام و اینستاگرام، مردشون رو قیافته ببرن. مگه دارم حرص میخورم واسه خاطر تو؟ دارم حرص میخورم یعنی به جهنم دره برید حالتون بمیرید. من زننه از من که گذشت، به فکر مملکتتون باشین. وقتی میام میگم بچه‌ها بنویسین جاوید چاپ، بچه‌ها کارو تموم کنین. آقای احمدی چگونه؟ بابا چگونه نداره، بریزید تو خیابونا دیگه، چه بهانه میخواین؟ گرسنه ای، ناموستو داری میفروشی، شرفتو فروختی دیگه، چیزی برات نمونده بفروشی. استخون مخ شده، استخون اسکلت مخ شده کیلو 30,000 تومان، خودتون دارین به من میگین، من که نیستم. من تو نسل من دل و جگر مرغ ما میخوردیم، کباب میکردیم میخوردیم، حالا استخون مرغ باید بخورین کیلو 30,000 تومان؟ استخون
ما گوشتشو میخوریم و استخونشو میذاریم تو آشغال دونی. من بعضی وقتا استخون مرغ و گاز میذارم آدم رو بزن زمین. دروغ میگم، پای مرغ دارید میخورید. بشین تو خونه. بشین تو خونه. انقدر بشینید تو خونه که زیر پاتون علف سبز شه. من زن نه. بشینید براتون فیلم ایرانی پخش کنن و اون یکی بگه بیا تو شام بخوریم، اون یکی بگه نهار بخوریم، اون یکی بگه نگاه کن از بالا چه جوری چت بازی میپرم پایین، اون یکی بیاد اونجا بگه که الو پرویز جان، پرویز خبر چیه؟ آره مینا، ما الان داریم اینجا یه قلقل باز میکنیم. بشین چرت و پرت اینا رو گوش کنیم. الان با مهندس حشمت الله تبرزی سلام. آقای مهندس چه خبر؟ باغ باغ دارن تیراندازی میکنن، حمله کردن، الان میخوان یه چیزی به ما فرو بکنن. بشین گوش کن حال کن. جناب مهندس لطفاً موقعیت بفرمایید، شماره 8 هم نشون بدید، بچا زنگم بزنید، ممنونتون میشم. این بازی ها رو بشینید نگاه کنید. سازی اجرا گزارشگری تدریس ترجمه، وای چقدر فهرست طولانیه. برنامه سازی اجرا گزارشگری تدریس و ترجمه، کدوم رو بیشتر دوست داری؟ چقدر کار میکنی؟ مرسی. والا همه شونه که البته دوست دارم واقعا، مثل این چیزای جمله کلیشه‌ای هست میگم بچه‌ها من هم بچه‌ها مثل، ولی گزارش اجرا تهیه کنندگی و یه ذره براشون برام جذابتر و به نظرم بهتر برام. گزارش اجرا تهیه کنندگی دوست دارین کجا فعالیت کنین؟ ببین این که من خودم من شخصا اولا کاملا احترام قائلم واسه کسایی که به حال ترجیح دادن به هر دلیلی برن خارج از کشور فعالیت کنن، کاملا محترم تصمیمشون، بعدا هم ان شاءالله موفق. ولی من خودم شخصا همیشه عرق وحشتناکی به کشورم، به وطنم داشتم و دارم و تمام تلاشم هم همیشه این بوده که تو کشور خودم کار کنم تا جایی که مقدور هست، تمام تلاشم رو بکنم که توی کشور خودم کار کنم و طبیعتاً خیلی خوشحالم اینو میشنوم. خیلی خیلی زیاد، خیلی زیاد. سوال بعدی اینه که اگر که به 20 سال قبل برگردیم بازم 90 رو اجرا میکنید یا نه؟ آره 100%. خب دلتون برای گزارشگری تنگ نشده؟ که جوابش این بود که چرا شده، چون گفتیم بیشتر از بقیه دوست داریم. آره دارم خیلی خیلی تنگ شده. سپاس جناب مهندسی هاشی گرام. اسامه بچه ها رو من بگم، عرض کنم آقای اشکان از بوستون 20 دلار، دست درد نکنه اشکان عزیز ما از بوستون. آقا فرزاد 20 دلار، دست درد نکنه آقا فرزاد گل. بانو مینا از لس آنجلس 52 دلار، دست شما درد نکنه بانو مینای گرامی. آقا سعید هم همرزم از ما آلمان 10 دلار، دست درد نکنه سعید جان. و آقای آرش میهن، آرش میهن 200 دلار، دست درد نکنه آقا آرش گل. لطف محبت کردید، ممنونم. بچه ها یه چیزی حدود 15 دقیقه وقت داریم، یه دو سه تا زنگ دیگه بزنید شادمون بکنید که جمعه بیایم و بتونیم یه انجام وظیفه ای بکنیم. دستتون درد نکنه، تلفن رو بردارید، به هر حال به این آقای سیاوش خان گل زنگ بزنید. اینو میدونید چرا وقت حالا وسط این دعوا چرا نرخ تعیین کردم اینو پخش کردم؟ بازی بعدی عادل فردوسی پور، به شرافت بشری سوگند. اول اون مرکز دیدین داره باش صحبت میکنه، قیافه رو دیدین؟ آقا هنوز آقای ساسان کمالی زنده است. این آقا رو میتونید یه جایی تو تلویزیون، یه جایی بالاخره توییت داره دیگه، زمان تیغلیشا که نیست. این آقای ساسان کمالی رو، جناب آقای ساسان کمالی رو تونستید پیدا کنید، عکس این مرکز رو واسش بفرستید، بگید آقای ساسان کمالی شما در تلویزیون بودید، اگر این میومد در تلویزیون چه شغلی به این میدید؟ هر چه آقای ساسان کمالی گفت من قبول میکنم. این شده خبرنگار معتاد تریاکی عادل فردوسی پور، حرف زدنش رو دیدی؟ ما رو به اینجا برسونن ادبیات بد، میان به من میگن با اینا سیاسی صحبت کن، من بیام اینجا بشینم اینجوری قیافه جست علی گلابی هم بگیرن. یه مدت مد شده بود، من خیلی بچه بودم، دم این چیزا عکاسی که رد میشه میبینید، دم عکاسی مثلا عکس رضا بیگم آوردی و زرای کنی اومد اینجا عکس گرفته، همشون هم هنرپیشه‌های قدیم، ایرج قادری، بوتی مار، رضا بیگم آوردی، اونا رو عمل شون عکس میگرفتن، ساعت و انگشترشون هم نشون میدن، دستش اینجوری که میذاش زیر چونش مثلا ساعت و انگشترش بیفته، مد بود.
خب بعدم بیام اینجا قیافه علی گلابی اینجوری به خودم بگیرم و چیز میذارم هرچی هم دارم آویزون بکنم به شماها نشون بدم و بعد بگم که بله. خب ببینید وقتی که امپریالیست ها نتوانستن جهان رو خوب کنترل بکنن و به چند قسمت تقسیم شدن، یه عده شدن گلوبالیست ها، یه عده شدن نمیدونم مولیبولیست ها، یه عده شدن نمیدونم کومبولیبولیست ها، با چی؟ با جوونی که 40 سال عادل فردوسی پور ادبیاتش این بوده. همین جوون میشینه دو روز گوش میگه با ول کن تو رو خدا محمد کانال عوض کن، این رضا احمدی هم میخواد بسیم مثل اینا و چیزی نمیگه. خب حرفایی که این میزنه اونا دارن میزنن دیگه. بفهمید وقتی دارید با ملتت صحبت میکنی، بفهم کجا داری چی میگی، مخاطبینتون رو درک کنید. یا قدرت داشته باشید در برابر دوربین که میشینید، در میکروفونی که جلوی دهانتون هست، بدونید دارید چی میگید. این ملت اینطوری که من میگم بیدار میشه، زبان مبارزه اینیه که من میگم، وگرنه بنده اینطوری نیستم که شما دارید میبینی. اگه من اینطوری چرا پدرم آدم حرف زدم، چنان کشیده بابام بهت میزد که مثل فرفری دور خودم بچرخم. کشور داره نابود میشه، چرا نشستی واسه مردم دارین چوسی میاین؟ این بازی وعدیه. عادل فردوسی پور به شرافت بشری سوگند، اگر این توهست، من یه چیزی مینویسم 3 خط ورزشی، نه سیاسی، ورزشی، راجع به ورزش، راجع به فوتبال، جلو چشم شما فعل بدایه 3 خط می‌نویسم، می‌ذارم جلوش، می‌گم این 3 خط رو بخون. این 3 خط الان فرض کن، الان فرض کن فوتباله، این 3 خط رو انشاءالله توپ زیر پای مثلا قلیچ خانی سان کرده، مثلا برای اسقر شرفی، اسقر شرفی ها جناح چپ از جناح راست بلند روی دروازه، اینو بخون، اینو بزن می‌نویسم، مثلا چرا اینو بخون، گزارشگری اینو بخون، بعد تو می‌خوای گزارشگر بشی، میکروفون مثلا جلو دهن تو مثلا بازی تیم ملی ایران جلو هر کسی بشین گزارش کن، بشین تو 5 دقیقه بازی رو گزارش کن. یعنی تو میخوای بشینی جای حبیب الله روشنزاده، استاد مسلم این کار، اون وقت روشنزاده یه شبه شد روشنزاده، نه دوره دید، نه خارج از کشور رفت، نه چند تا زبان بلد شد، نه فهمید باید چه جوری بگه، نه آرشیف داشت، نه میدونست مثلا فلان بازیکن این ازدواج کرده، چند تا بچه داره، کدوم باشگاه بازی کرده. خود تو بعد وقتی نشستی اونجا الان میگید مثلا توپ زیر پای مثلا فرض رنس امپرینگ، توپ زیر پای مثلا رودیکول، خب به خاطر اینکه همش تو نمیتونی بگی توپ زیر پای حسن، توپ زیر پای حسین، یه چیزی هم باید بگی که مخاطب خودتو جذب کنه دیگه. رودیکول بازیکن شماره 5 آژاکس آمستردام بازی میکنه، ازدواج کرده، 2 تا بچه داره، بچه‌ش فلان اینجوری. بابا ببین میگه گزارش، آخه بی شعور بی سواد، تو شدی گزارشگر تلویزیون خب بله خود جمهوری اسلامی، اونم مسئول سوال میکنه چی میشینه پاش جوون ایرانی، جوون ایرانی چی یاد میگیره این ادبیاتو، این جوون چجوری باید بکشی بره تو خیابون اینجوری که من میگم. نمیخوان کارتون رو بکنید، کردید دیگه، 20 سال نشستین جلو دوربینای تلویزیون، چی شد بازدهتون، چی شد لگن فروش دزد، چه غلطی کردی 20 سال؟ آقا لنگ آویزون کردم تو زیر پل، همون واقعا هم لنگ آویزون کردی، اون پرچم نبود، لنگ بود. خب بعدش چی شد؟ پشمندش چی شد؟ پس چرا مالید؟ پس چرا هر روز اومدی یه داستان درست کردی؟ مگه نیومدی گفتی آقا شاهزاده رضا پهلوی خودش میگه من نمیخوام شاه بشم، این طرفداراش ول نمیکنن، آقا خودش میگه نمیخوام شاه بشم. چی شما بعد میشی من سرباز شاهزاده ام؟ چرا؟ چون الان 500,000 رفته تو جیبم دیگه، تموم شد، با این یارو کاری ندارم. شلاتان بازی، پدر سوخت بازی، اینا رو پرفکت یاد دادی به مردم. بله بله، علی منقلی رسما داره چرت میزنه، بله مردم قشنگ چرت زدن رو یاد گرفتن، بله یاد دادی، بله. مبارزه اینیه که من میگم، نه اونی که شما میگی، چون بعد 20 سال بازده کارو دیدیم، کاملا ملت ایران در تلویزیون های لجنجلس رو تخته کردن، گوشتن کنار، آویزون شدن به تلویزیون های لندنی. لندن منتظر همچین برنامه بود، چرا؟ چون لندن لجن جلس و علم کرد که چیکار کنه، که بیاد اونجا واسه تلویزیون علم بکنه، که چی بهت نشون بده؟ فیلم نشون بده، شو نشون بده، آشپزی نشون بده، میمون بیاره جلو اونجا با اسهال طلب صحبت بکنه، با اون صحبت بکنه، با این صحبت بکنه، با اون صحبت بکنه، مخاطبین خودشو که با آهنگ و ترانه و چیزایی که جمهوری اسلامی بهت نمیده، یعنی قرارم نیست بهت بده، اونجوری جلب بکنه. کار به کجا بکشه؟ کار به این بکشه که ملت بیان بشینن پای تلویزیون لس آنجلس، تلویزیون لندنی، چی بفهمم؟
همون افرادی که توی جمهوری اسلامی هستن مثلا ممنون مصاحبن، مثلا ممنون چهرن، مثل تاجزاده سر از فلان تلویزیون لس آنجلسی در بیاره، تلویزیون لندنی در بیاره یا با صدای امریکا مصاحبه کنه، چی بشه؟ چش باز میکنه ایداد بیداد، 40 سال میهن پرستان یکی پس از دیگری یا سکته کردن یا مردن یا ترور شدن یا خسته شدن یا بریدن یا خانه نشین شدن یا لغلغو شدن یا عصبی شدن یا یه چیزی شدن، یه بلایی سر میهن پرستان اومد. جمهوری طلبان فربتر و چاختر و گردن کلفتر شدن. چرا؟ چون نوکرن. ثابت هم کردن، میگن بریم به جو بایدن رای بدیم. حرفامو گرفتی؟ فرمودن بله. اگر نه که دیگه خاک بر سر من. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید شماره نو رو پخش کنید. حواستون به عادل فردوسی پور باشه. این داستان جدیده. معصوم قمی رو بیرون دارن، عادل فردوسی پور رو داخل دارن. محسن ملخ رو بیرون دارن، حشمت الله تریاک زدی رو تو دارن. اکبر گنجی رو بیرون دارن، نرگس محمدی رو تو دارن. آقای عبادی رو بیرون دارن، نسرین ستوده رو دارن. آخو فرض نسرین ستوده خراب شده، نفس تنگی گرفته، چیز گرفته، یارو غذا دیگه نمیخوره. آره خب من خیلی متاسفم. خیلی متاسفم. خب حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ تو خط منی تو؟ آزادی طلبی؟ تو چی میخوای نسرین ستوده؟ چی بگو؟ من میخوام از این حمایت کنم. چی میخوای؟ چرا دولاپنا حرف میزنی؟ ببخشید جناب مهندس، چرا دولاپنا حرف میزنی؟ آقا ملت، من رضا احمدی سلطنت طلب سه طبقم، چرا تعارف داری؟ آقا ملت، من جمهوری طلبم، چرا تعارف داری؟ آقا ملت، من دنبال موسوی و کروبیم، چرا تعارف داری؟ چرا نمیای به ملت بگی؟ چرا نمیای بگی چی میخوای؟ جمهوری های مستحکمی و ما جمهوری های متفاوتی داریم. یه جمهوری داریم جمهوری آبگوشتیه، یکی داریم جمهوری گوشگوبیه. چرت و پرت نگو، من خودم یه عمر روزخونم. تکلیف روشن کن، مملکت داره نابود میشه، شما رو آوردن برای نابودی ایران. پشت مرزا علی تجزیه رو گذاشتن، داخل کشور تاجزاده رو گذاشتن. بعد حسن کچل رفت پیش حسین کچل، گفت میخوام یه رازی رو بهت بگم. گفت چیه؟ گفت من عاشق شدم. گفت عاشق کی؟ گفت چهل گیسو. حسین کچل به حسن کچل که یه مو تو سرش نبود نگاه کرد، گفت عاشق کی شدی؟ گفت چهل گیسو. حسین کچل به حسن کچل گفت اونم تو رو دیده؟ حسن دیده؟ جناب مهندس شماره نه رو لطف بفرمایید. هیچ نیروی، هیچ دولتی در جهان نیست که بتواند این آینده را تغییر دهد و یا به عقب اندازد. تنها قدرت تعیین کننده در جامعه ایران قدرت ملت است. تنها نیروی کارا، نیروی مبارزین همصدا و همدست ایران است. بدانید که هیچ دولتی دلش به حال ایران نسوخته است و نمی سوزد. هیچ خارجی منافع ملت ایران را به منافع خودش ترجیح نمی دهد. اما هیچ دولتی هم هرگز نمی تواند سرنوشت ایران را برخلاف خواست ملت ایران تعیین کند. سپاس جناب مهندس سیاوش گرامی. من یه اشتباهی کردم، این اشتباه رو تصحیح کنم. آقای آرش میهن پرست، من گفتم آرش میهن، عذر میخوام. آقای آرش میهن پرست دیشبم دوشنبه هم لطف کردن، دست درد نکنه آقای آرش میهن پرست عزیز ما که $200 دادن. خیلی ازت سپاسگزارم آقای آرش میهن پرست. فرمایش آرشت گوش کردین؟ مال خیلی سال پیشه. صحبت بر سر جناب مهندس میکروفون بازه. صحبت بر سر اینه. صحبت بر سر چیست؟ صحبت بر سر اینی که من اگر ادعا میکنم میگم میهن پرستم، این حرفایی که عادل فردوسی پور و نسرین ستوده اینا رو بهتون میزنم، دارم ذهناتون رو باز میکنم. وگرنه مشکل اینا نیستن، اینا خیلی نگاه، اینا مشکله. آقای عملی هیچی نیست، هیچ مخی نیستن. با سقوط علی شیره اینا تمامشون رفتن، اینا ریگن، ریگ تعجوبن. اینا ولشون کنی، مهر درشتاشون اکبر دزده بود و حسن هفخته و اینا مهر درشتاشون، این 4-5 تا چیزی نیستن. حالا فقط میگم ذهنتون باز شه، چون خودتون از من میخوای. آقای احمدی اینا رو بگوینم لابلاش میگم. حالا ببینی، ما برامون مهم نیست، راحت بهتون بگم کی میره تو کاخ سفید، کی میاد. طبیعی است اگر از نظر شرایط جهانی و شرایط سیاست جهانی بگیم، طبیعی ما دوست داریم کسی بره اون تو که گریبان جمهوری اسلامی بگیره مثل ترامپ. تو تعارف ندارم من.
من بازم میگم من تو امریکا بودم به ترامپ رای میداد. خیلی راحت بگم. چرا؟ چون من جمهوری از دموکرات ها بدم میاد. اونا رو دشمن ایران میدونم. هر کس به دموکرات ها به عنوان ایرانی رای داده مجدداً تکرار میکنم بیشرف بوده. بیاد رو خب بگاه بیشرف خودتی میگم باشه. ملت قضاوت میکنه. منی که به جمهوری خواهان اگه تو امریکا بودم رای میدادم من بیشرفم یا تو بیشرفی؟ شهره اولولو هر کس این اولولو تای اسمش هست اینا تو خوترکه قجره یکیشون سالم در اومد خدا رحمتش کنه تیم سار آیرملو من افتخار داشتم 20 جلسه با ایشون گفتگو داشتم زنده یا و این 99% این اولولو تای اسمش اینا اولولو اینا همشون تو خوترکه قجره ببین تحقیق کن من علکی بهتون نمیگم حالا ما خودمون باید ایران رو نجات بدیم خیلی راحت بهتون میگم ما ایرانیان باید ایران نجات بدیم کی میخواید از خواب بیدار شید حقیقت بهتون بگم من دیگه بریدم من کف کردم نمیدونم واقعا نمیدونم حقیقت بهتون بگم کی شما ملت شما جوونا من میگم ملت دیگه با سن و سال خودم دیگه کاری ندارم اون که هیچی خدا رحمتتون بکنه انا ان الله و انا الیه راجعون من با جوونا دارم حرف میزنم شما جوونایی که من دارم میبینم تو تلگرام و اینستاگرام و براتون دنیایی که میرید میان این چیزی که من دارم میبینم نمیدونم کی بیاین تو خیابون میدونم هم سر کارتون گذاشتن با این دنیای مجازی آقای احمدی میخوام فیلتر کنم آقای من بازیه بابا جون بازی عزیزم کسی که میخواد جمهوری اسلامی رو بزنه از تو تلگرام و اینستاگرام نمیتونه بزنه شماها نشستید فقط دارید عقده گشایی میکنید من این کارو خودم تو دنیای مجازی کردم دم نه به جایی نمیرسه از پرتاب تو نمیتونی جمهوری اسلامی رو بزنی فقط میتونی آگاهی بدی آخرش هم دم دیگه تموم شد دیگه نمیشه کاری کرد تعطیلش کردن که تو کار رادیو بودم بعدش هم اومدیم اینجا خدمت شما اینجا میشه میتونی به مردم یه چیزی بگی دنیای مجازی نه چون اینجا مجازی نیست اینجا من نیستم حقوقی داری من میبینی اونجا من پشت یه آیدی هم اسم خودم میزنم مثلا چرت علی آقا تو چه میدونی من کیم وایسم واسط میدم رفیقم وایس واسط بزنه اوکی بنابراین این چیزی که من دارم از شماها میبینم امیدوارم که تکون بخوره یکی دو نفر از اون پرسید آقای احمدی میشه بازم من بهتون میگم برای نجات کشور فرمولش هست بله آدمش باید بیاد سراغ من که کشور رو نجات بده اون آدمش تا حالا سراغ من نیومده خیلی راحت بهتون میگم برای نجات کشور راه هست بله هست خیلی هم راهش ساده است بله دیگر ارزی ندارم جز اینکه لگم فروش دزد است و حسین چاقوکش فوق‌العاده بیشرف است نقطه پایان اسامی رو بگیم و از حضورت موقف بشیم نه اینم دلم نمیاد پخش نکنم جناب مهندس اگر امکان داره این جاویدشای بچه هارم پخش کنی شماره 10 اینو پخش میکنم که شاید یک بار دیگه یادتون بیفته که شما این ملت بودید پارسال یه تکون بخورید جناب مهندس شماره درم که باید بیم اسامی رو بگیم از حضورتون مرخص بشه ممنون دارم سپاس جناب مهندس یواش گرامی دو تن از همیانان عزیز ما لطف محبت کردن آقای سیروس از لندن همراه از عزیز ما 50 دلار دست درد نکن آقای سیروس لطف محبت کردی از لندن و سرکار بانو بیتا از لس آنجلس 50 دلار بی‌نهایت سپاسگزاریم از شما بانو بیتا گرامی لس آنجلس 50 دلار من اسامی بچه‌ها رو بگم از حضورتون مرخص بشیم بانو آذر بریلند 50 دلار از همتون سپاسگزارم خیلی ازتون ممنونم لطف محبت کردید
بانو نرگس نروژ 100 دلار، بانوی ناشناس لس آنجلس 30 دلار، نیکولاس عزیز ما از سوئد 40 دلار، برای هر نفس رضا احمدی و میهن پرستان ماهیانه 300 دلار، دست درد نکنه پرنفس باشید. آقای رامتین عزیز ما اورنج کانتی 50 دلار، سپاس از شما. آقا فرشید آلمان 10 یورو، دست درد نکنه. آقای اشکان بوستون 20 دلار، سپاس از شما. آقا فرزادم 20 دلار، سپاس از شما. بانو مینا لس آنجلس 52 دلار، سپاس از شما. آقا سعیدم آلمان 10 دلار، دست درد نکنه سعید جان. آقای آرش میهن پرست 200 دلار، دست درد نکنه آقا آرش گل. آقای سیروس هم لندن 50 دلار، لطف محبت کردی. و بانو بیتا هم از لس آنجلس 50 دلار. از تمام بانوان گرامی آقایون، از همه شما عزیزان بی‌نهایت سپاسگزارم. لطف کردید جمعه هم یه تکونی بدیم، یه گوشه این کارو گرفتیم. خیلی از همتون ممنونم. پایان برنامه است و میدونم همتون در تب و تاب انتخاباتید. امیدوارم پرزیدنت ترامپ پیروز بشه، امیدوارم بره تو کاخ سفید. یک جمله میگم و تمومش میکنم. بایدن اگه بره تو کاخ سفید، بگم این که ثبت بشه تو تاریخ بمونه. بایدن بره تو کاخ سفید، شک و تردیدی نکنید، منتظر یک جنگ در جهان باشید. اسمشو میخوای بذاری جنگ جهانی سوم منطقه، هرچی که میام اونو توضیح براتون میدم. شکی نکنید، کسی که اینو میبره تو کاخ سفید برای یه دلیل میبره، برای زدن جهان، بردن جهان به سمت جنگ. شکی نکنید. شاد و پیروز باشید. پاینده باد ایران. با سپاس از جناب مهندسی هاش گرامی، دست تنها. پاینده باد ایران. جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم، ما بچه های جنگیم، تمام دنیا بدونن ما پادشاهمونو برمیگردونیم. پس بجنگ تا بجنگیم. علی شیره‌ای با بایدن با ترامپ بدون اینا میکشیمت از منبر خون پایین، بلایی به سرت میاریم که دیگه خودتو صد تا جد و آبادت از این غلطا نکنید. پاینده ایران جاوید شاه.